بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 25 ماه مارچ سال 2016 میلادی و برابر است با ششم فروردین 1395. خب در ایران فعلا همه چیز تعطیله و همه به گشت و گذار، مسافرت های عید دیدنی. در دنیا مردم به کار مشغول و میدونن با سرعت. از هر کیم بپرسی کجا داری میری، یه نگاهت میکنه، خودشم میگه نمیدونم کجا میرم. شما اوضاع و احوالتون چگونه است و چه میکنید؟ اولا امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا هستیم و جالبه درباره ایشون عکسهایی درست کردن و روی فیسبوک و اینها پخش میکنن که خودش خیلی جالب میشه یه تبلیغ برای آقای افشارها، همچنین برای آقای اجلالی و از اون دوستی که این کار کرده ممنونه. میگه عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. و اما آقای مهدی زاده فردا شب یک برنامه رو در این منطقه ویرجینیا داره. قبلا هم من براتون خوندم و گفتم در موردش، ولی اجازه بدید این رو من به صورت تبلیغ بخونم. مهدی زاده 26 و فردا شب هم امیدوار باشیم که شما دوستانی که در این منطقه و محل هستید تشریف بیارید، بنده هم اونجا خواهم بود. ضمناً قرار شده که ویدیویی هم بگیرم از این لباس‌های زیبایی که قرار هست این خانم‌ها بپوشند و در مسابقه شرکت کنند. پس اجازه بدید با هم من این رو بخونم. نوروز باستانی فرخنده باد، درود فراوان بر روان نیاکان و به نام نامی ایران. هزاران سال پیش نیاکان نیکندیش ما برگزیدن بهترین روز سال را نوروز نامیدند. گزیدن اولین روز بهار که نشانه عدالت الهی همراه با رشد تازه طبیعت است، درخشش اندیشه دانشمندان ایرانی را ارج می‌گذاریم. روان مینویشان شاد باد. با الهام از ایده و آمال زرین نوروز، تیچر یونیورسیتی پروژه گلوبال گیلا را در 26 هر ماه با امید و نوید یک زندگی آرام و برتر برای همگان به جهانیان تقدیم می دارد. امید است روشنندیشان از این طرح انسانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تفریحی استقبال شایسته و شایان به عمل آورند، چرا که دنیای امروز و فردا بدان نیاز شگرف دارد. اینجا به انگلیسی نوشتن including dinner and entertainment، یعنی شام و به اصطلاح برنامه های جالب. صاحب زیبنده ترین لباس برنده مدال طلا خواهد شد. کمپانی های اسپانسر برنامه به صورت قرعه کشی جوایز متعددی به مهمانان برنامه اهدا می کنند. ادمیشن 26 دلار، این همون یعنی ورودی خودم. 26 مارچ سال 2016 از ساعت 6 بعد از ظهر تا 11 بعد از ظهر 11 شب به وقت نیویورک، واشنگتن، شرق آمریکا. و محلش هم در استودیو 45449 ایست سیورن وی استرلینگ ویرجینیا 20166. اگر مایل هستید که تماس بگیرید، اطلاعات بیشتری کسب کنید، به وسیله تلفن 202-680-0456 یا با ایمیل TU همون Teacher University TU26GG@gmail.com یا روی وبسایت theteacheruniversity.com به اصطلاح اونجا برید و اطلاعات بیشتری کسب کنید. امیدوارم شما دوستان رو فردا شب اونجا ببینم. خب اتفاقا دیروز من قرار بود با آقای مهدی زاده صحبتی داشته باشم و گویا مسابقه فوتبال بود. ایشون هم در جوانی تو کار ورزش بوده،
هم هنوز هم که هنوزه میدوه و ورزش میکنه و اینها و خیلی پرشور و هیجان هست. اتفاقا چند روز پیش که با هم صحبت میکردیم راجع به این فیسبوک و اینها شد، گفت سوربی جان من چند سال پیش گفتم من ایمیل میخوام چه کار، من که چند مدت دیگه میمیرم. گفتم که نه، آدم روزی میمیره که از یاد گرفتن به اصطلاح خسته بشه و خودش رو متوقف کنه، ولی تا روزی که آدم داره یاد میگیره مرگش هنوز فرا نرسید. خب پس با این برنامه خواهیم بود. آقای مهدیزاده، بعضی هم به عنوان آقای تبریزی ایشون رو میشناسن، فردا شب در استرلینگ. و اما درباره حمایت از تلویزیون مردم، دوستانی هستن که لطف میکنن ماهیانه خودشون چک ارسال میکنن، بعضیا کردیت کارتشون رو به ما دادن، از اینجا ما کم میکنیم، البته هر وقت که خودشون بگن که ما این کار انجام بدیم. و بعضی هم مثلا گفتن 22 هر ماه. یکی از دوستانی که واقعا الان خیلی وقت با ما به اصطلاح حمایت میکنه تلویزیون مردم رو، جدیدن دوچار اشکال شده، میگه یه نامه ای از بانک برای من اومده که آیا شما سازمان های سیاسی و اینها رو به اصطلاح حمایت میکنید؟ ایشون گفته نه، من یه تلویزیون رو حمایت میکنم و کردیت کارتش رو حالا وقتی ما میزنیم از اینجا کار نمیکنه. من فکر کنم وقتی این اشکال پیش میاد دلیلش اینه که شما باید از اون منطقه خودتون، از اون کشور خودتون، از اون براوزر خودتون این کار رو انجام بدید و خیلی ساده است. اجازه بدید دوستان، ببخشید که من وقت همه رو میگیرم، امیدوار بودیم که همه حمایت کنن، ولی خب همه که حمایت نمی کنن. من این صفحه رو به شما نشون بدم، صدا رو ببندم. ببینید دوستان، این صفحه اصلی تلویزیون مردم هست، مردمtv.com. الان یه آقای خیلی خوشتیپ هم اونجاست که امروز وقت نداشته حتی بره کت و شلوار بپوشه، گرم بود حقیقتا، آمدم دوش گرفتم دیدم خیلی گرم. ببینید اینجا این صفحه هست که شما وقتی مردمtv.com اون بالا توی آدرس، توی باکس آدرس می نویسید مردمtv.com، این میاد. و اگر شما این وسط تصویر رو نمی بینید، سیستم شما یه چیزی کم داره دوستان. فکر نکنید سیستم ما اشکال داره. اگر از سیستم ویندوز استفاده می کنید و این وسط که الان داره صفحه مردم تیوی رو نشون میده نمیبینید، سیستم شما یه چیزی کم داره. چیز ساده ای هم هست، ولی باید اونی که براتون این رو میذاره بلد باشه، بهش میگن پلاگ این یا اد آن. در هر صورت صحبتمون ما درباره همیاری هست. اینجا میبینید به فارسی نوشتیم همیاری، سمت چپ هم به انگلیسی نوشته دونیت. دونیت همون بخشیدن، صدقه، همیاری، چریتی، کمک، هر چی که بگید است. حالا یا شما به انگلیسی یا اون هر کدومشو کلیک کنید، دوتاش میره یه صفحه، میارتون توی صفحه پیپل. پیپل هم الان سال هاست که داره کار میکنه. اولین فکر کنم کسی بود یا اولین شرکتی بود که این فکر رو انجام داد و موفق ترین هم هست. حالا شرکت های دیگه هم درست شده. ببینید مثلا من میام اینجا، یا شما خدایی نکرده اشتباهی کلیک میکنید، میاد اینجا مینویسید من میخوام $10 بدم به تلویزیون مردم. اینو اینجا ازتون میپرسه میخواین این ماهیانه باشه؟ اگه گفتید بله، هر ماه خودش توی همین روزی مثل امروز 25 از حسابتون کم میکنه. اگر شما با پیپل کار میکنید که بلدید، اینجا لاگ این میکنید، یعنی امضا میکنید، کارتتون رو نشون بدید، هر چی اسمشه میرید داخل. اگر اکانت ندارید اصلا نگران نباشید، میاین اینجا نوشته don't have a PayPal account، شما اکانت ندارید با پیپل، اگه بعد نوشته your credit card or bank account، میگه که بانک کار، حساب بانکی یا کریدیت کارت تو میتونید استفاده کنید. اینجا رو کلیک کن، continue، ادامه بده. ببینید هیچ چیزی از شما تا الان نگرفته، ما هیچ چیزی اینفورمیشنی از شما نمیگیریم. شما خودت میری اینجا میگی از چه کشوری هستی، از آمریکا هستی، کانادا هستی، نمیدونم ایران هنوز قبول داره یا نه، چون ایران فکر کنم نبود جزو لیستشون، بله متاسفانه هنوز هم نیست و
امیدواریم این مسئله چیز بیاد. حالا شما بگید مثلا از اسرائیل هستید، اسمتونو میپرسه، فامیلتونو میپرسه. ببینید دوستان، تو کامپیوتر ما نیستید، تو سیستم ما نیستید، تو سیستم خودتون هستید، خیلی سیف، خیلی مطمئن و با پیپل. اینا رو که زدید کردیت کارت و همه چی، این میاد پایین میگید که اینقدر میخوام بدم، بعد براتون مینویسه که بله. اینجا کلیک میکنید، یه بار دیگه یه صفحه میاد. حالا از به اصطلاح چی میگن، اون دوستانی که مشکل پیدا کردن و اینها، خب بعض وقتا به ما زنگ میزنن، ما از اینجا کمکشون میکنیم و اون کار هم خیلی ساده است. با اسکایپ شما صفحه کامپیوتر تو من نشون میدی، باز هیچ چیزی ما توی کامپیوتر شما نمیایم، دست نمیزنیم. اون روز بهتون گفتم این وبسایت هایی که هم میدوید میرید این ور اون ور، نه صاحبشو میشناسید نه میدونید چه سازمانی پشتشه، یکم بترسید. امروز من با اسکایپ برای همه فرستادم که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یه دوست جوانی که به اصطلاح هم جنس گرا هم هست و چندین برنامه من بهشون مصاحبه کردم و اینها، ایشون برای من نوشته بود که آقای سربی، من در تلویزیون های متعدد مختلف روی هات برد میرم مجانی. گفتم خب من چه، مثل که مکدونالد یه کاغذی بفرسته در خونه شما که همبرگر دونه یه دلاره، بعد شما بهشون زنگ بزنی بگی من دیروز رفتم خونه عمم کلم پلو خوردم مجانی، اصلا میخندن ازت. بهش میگم آقا این چیزها رو به من چرا میگی؟ بعد میگه خودم هم نمیدونم. ببینید دوستان، این فعال سیاسی ما هست، این فعال اجتماعی ما هست. خب صحبت از فعالان اجتماعی شد، آقای منصور اوسانلو چهارشنبه با ما بودن. ایشون وقتی میاد صحبتایی که میکنن، خب خیلی ها چون میدونن که تلویزیون مردم جایی هست که شما میتونید سوال کنید، از طریق تلفن پیام بذارید، از طریق فیسبوک بنویسید، از طریق ایمیل بفرستید، خودشون رو آزاد حس میکنن و این اجازه رو به خودشون میدن که بپرسن. آقای اوسانلو میگه خب من اگه اینجوری باشه باید 24 ساعت بشینم جواب بدم. الو آقا، معزه همینه که آقای رجبی رو مردم میگن دیگه خوب نیست، آقای رضا پهلوی رو دیگه خوب نیست، آقای ضیا میاد شکایت میکنه میگه آقا شما الان که کاری نیستی، جوابگو نیستی، وقتی کاری شدی دیگه وقت داری؟ آقای رجبی جوابگوی مردم نیست. آقای اوسانلو میگه من به خدا پاسخ میدم، من الان براتون زنگ میزنم. آقای رضا پهلوی رو دیگه خوب نیست، آقای ضیا میاد شکایت میکنه میگه آقا شما تأخیر رو متوجه میشید؟ 4-5 ثانیه تأخیر داره، معمولی هم هست دیگه. تا من این حرف رو میزنم و از این دستگاه ها بره تو کامپیوتر اصلی و بره تو ماهواره ها و نمیدونم فضا و اینترنت و برگرده بیاد به خونه شما یا به خونه من، تازه بعضی وقتا شما ها ممکنه زودتر بگیرید، در اصل تأخیر داره، اینم یاد گرفتیم. اب نداره. خب بذارید من زنگ بزنم به تلفن خودمون. رفتم بیرون و آمدم یه چند تا کار بانکی رو اینجا میدونی دیگه، کار بانک رو نمیدونم، بیل و کلنگ بهش میگن، این صورت حسابایی که میاد. ببینید دوباره چند تا پیغام. آقای اوسانلو گوشی داشته باش، 202-695-2573 وقتی شماره تلفن خودمون رو میگیریم میره رو پیامگیرمون. You have 39 new messages. To access the main menu at any time, press star. 39 تا مسیج جدید. خب اینا رو باید جواب بدی. اگه جواب ندی، این آقای اوباما درسته که نامه‌هایی که میره وایت هاوس یا کاخ سفید خودش جواب نمیده، ولی یه کسی رو داره که جواب بده. شما هر نامه‌ای بنویسی به کاخ سفید برات جواب میاد. مثلا این یه دختری اونجا داره کار میکنه، یه پسر کار میکنه، بهش یاد دادن یا دستگاه اوتوماتیک گذاشتن که ما ایمیل شما را دریافت کردیم، نمیدونم در اولین فرصت با شما تماس میگیریم. نمینویسه اوباما آقا من الان در آرژانتینم، دارم این رقص چیه خیلی تانگو میرقصم و وقت ندارم. نمینویسه من الان در آرژانتینم و این برادر کاسترو دست منو بلند کرده، منم مثل آدمای مچل اینجوری نمیخواستم، خوشحال نبودم. جواب میده، پاسخگوه. حالا به همین دلیل دوستان میپرسن آقای اوسانلو کی میاد تو ما بیان تو برنامه شرکت کنیم. من و آقای اوسانلو گفتم آقا ما را بس، شما اگه میخوای
با دوستانتون، با هم، آقای عرفانی، آقای افتخاری، آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای مرادخانی، چه اینجا برنامه بذارید، چه ویدیو درست کنید بیان. ولی من نمیتونم این وسط جوابگوی شما باشم و سکرتور و منشی و مشاور و رئیس دفتر مجانی شما باشم. در صورت این از این. ولی آقای کرمی و خانم شایسته الهامی نامه نوشتن، من اینا رو براتون میخونم و با خوندن اینها، چون اینا رو هم برای آقای اوسانلو فرستادم، بحث آقای منصور اوسانلو رو میبندیم. آقای منصور اوسانلو، عذر میخوام این حرف رو میزنم، ببینید هر چیزی محاسنی داره و معایبی داره. آزادی همینجوری که محاسن زیادی داره، خب چند تا عیب و معایب هم داره دیگه. یکی از معایب آزادی اینه که هر کدوم از ما به خودمون اجازه میدیم که بیایم درباره چیزایی که بلد نیستیم نظر بدیم. ببینید آقای اوسانلو میگه من وقتی راننده بودم در ایران یه دفتری تو جیبم بود که این دفتر قانون کار بود و با این و اون بحث میکردم، صحبت میکردم. این کار بسیار شایسته‌ای هست. شما کارگری، رئیس سندیکا شدی، درباره این قوانین با اینا صحبت میکنی یا درباره عوض کردنش، جدید شدنش، بهتر شدنش از کارگران استفاده میکنی تا اینا رو عوض کنی. ولی این که شما حالا آمدی اینجا، خانم لیلا میلانی بود برشتون نوشود، این آقا میگه من 2 سال نیست آمدم اینجا، فکر زن و بچه و زندگی و انگلیسی و فلان هست، میخواد با دستش این همه هندونم ورداره. خب همه رو میندازی زمین، میشکنی. خیلی ها به من میگن آقای سربی شما کوتاه آمدی درباره این صندوق رأی. آخه این چه صندوق رأی هست که میگن هم نه زمانش معلومه، نه نوشتش معلومه، نه رأی دادنش معلومه. اینا ما رو مسخره کردن یا خودشون رو مسخره کردن، ما رو مسخره کردن یا میخواستن اطلاعات ما رو بگیرن، نمیدونم. آقای اوسانلو، تو رو به هر کی که دوست داری یکم صبر کن، وایس، فکر کن، دوباره برو. دوستان، اینایی که گم میشید تو خیابون، هی دور خودتون با عصبانیت دور نزنید، باعث تصادف نشید، برید یه 2 تا خیابون دورتر وایسید، نقشه نگاه کنید، از یکی بپرسید، تلفنتونو بردارید، آقای اوسانلو نقشه نگاه کن، تلفنتو بردار، به یک کسی زنگ بزن، همینجوری دور نزن تو این خیابونا. خانم شایسته الهامی خیلی قشنگ نوشته، میگه ایشون به شما میگه که از آقای مرادخانی چون اینجا نیست صحبت نکن، ولی ایشون از همه صحبت میکنه و اون موقع یادش نیست که بهش پدرش یادش داده. حالا من از رو خود ایمیل ها بخونم که ما هم اینجا به اصطلاح خیلی دیگه با آقای اوسانلو ظلم نکنیم، ما ظالم هستیم. یه دوستی داریم آقا رضا مظلوم، من هر وقت زنگ میزنم براش پیام میذارم، میگم که منم سربی ظالم. خب خانم شایسته الهامی نوشتن سلام و با تشکر زیاد از اینکه سوال کردید، سوالی که ایشون ارسال کرده بوده من پرسیدم و این هم جواب من به قسمت‌هایی از برنامه شما. اول انقلاب هر وقت گروه‌هایی مثل فرقان کسی را می‌کشتند و یا کارهای تروریستی می‌کردند، بلافاصله به این بهانه آزادی‌های مردم را کمتر می‌کرد، دولت رو می‌گن. انگار این گروه‌ها با حکومت دست به دست داده بودند. در روزنامه امروز مترو می‌خواندم که این دو برادر قبل از حمله تروریستی 13 نوامبر در پاریس یک بار با پست منیجر در بروکسل کار می‌کردند که از طرف پلیس شناخته شده بود برای ترافیک مواد مخدر. اینها حتی اسمشان مسلمان بوده و به قول اینجایی‌ها پرکتیس نمی‌کردند. این جمله رو من متوجه نمیشم، اینها حتی اسمشان، اینا میتونید بگید اینها فقط اسمشان مسلمان بوده و به اصطلاح اون وظائف مسلمانی، نماز، روزه و اینها رو به جا نمیبردن و به قول اینها پرکتیس نمیکردن. بعد برای من نوشتن اون کلمه‌ای که شما سوال کردید، کلمه کنتور فرانسوی است. ممنونم. ریکروت کردن که سوال کردن به ایرانی چی میشه، ایشون نوشتن یعنی اعضای جدید را استخدام کردن. تا قسمت جدیدش درست گفتید شما، اعضای جدید را جذب کردن میشه، چون استخدام که شما بگی میشه پول، در صورت که ریکروت همیشه موضوع پول نیست، اون میشه هایرینگ.
استخدام کردن. درصد ممنونم از توضیحتون، شما کاملا درست میگی، کاملا نه یه مقداری. ریکروت کردن یعنی اعضای جدید را جذب کردن. جان مککین خلبان هواپیما بوده، از بی‌عرضگی هواپیمایش سقوط میکند و دستش میشکند و خودش آسیب میبیند. کسی که مخالف شکنجه باشد این همه جنایت نمیکند. البته من فکر میکنم درسته که هواپیماش سقوط کرده افتاده و اینها، ولی اون دست شکستن و اینهاش گویا ویتنامی ها توی این قفس هایی که اینا رو نگه میداشتن زدن و شکندن و اینها. و بعضی وقتا این دوستانی که این ورور میمونن تو تنهای اینا، خب یه مقداری هم مبالغه یا اغراق میکنن دیگه، اونو بهشون تخفیف بدید، خیلی مشکله. افرادی که با پنجمین موضوع، افرادی که با آقای اوسانلو در تماسن و یا ایشان از افرادی مانند عرفانی و افتخاری و یا نقل قول می کند، نشان دهنده عدم آگاهی ایشان نسبت به مسائل سیاسی آمریکاست. شما جواب دادید، ولی ایشان در هر دو سوال از جواب دادن سری تفره رفتند. در دنیای یک بام چند هوا باید کمی چشم را باز کرد. مردم ایران اتفاقا به خاطر ترس از همین کشورها نمیتوانند جیک بزنند. با دیدن اوضاعی که مردم کشورها را آواره دنیا کرده، ترجیح میدهند که دم نزنند و گرفتار بدبختی بیشتر نشوند. آفرین. ششم، آقای اوسانلو از نیاک و پشت سر آنها راحت حرف میزند، ولی شما نباید پشت سر دوستان او حرف بزنید، چون پدرشان به ایشان چنین یاد داده است. ایشان نگفتند چرا کوبا به مدت بیشتر از 50 سال زیر تحریم های شدید بود، آنها که خامنه‌ای و احمدی نژاد نداشتند. هفتم، در آخر خدا به مردم کوبا کمک کند. اوباما بعد از اولین انتخابات، شاید 2009 یا 2010 بود که به مصر رفت، و از آن زمان تا به حال چند کشور برای دموکراسی و آزادی و سرنگونی دیکتاتورهایشان به این روز افتادند. بهترینشان تونس است. امروز با یک آقای تونسی که در مغازه‌ای کار می‌کند صحبت می‌کردم. او می‌گفت تونس با لیبی یک مرز طولانی دارد، چون نمیتوانند کنترل کنند، دائما عده‌ای از مرزها وارد تونس میشوند و آدم میکشند و فرار میکنند و برمیگردند. هیچ کس هم جلوی اینها را نمیتواند و یا نمیخواهند بگیرند. لیبی کشوری است که در زمان وزارت امور خارجه هیلری کلینتون به این وضع افتاد. کشور دیگر هم که کودتا شد، باز در زمان همین خانم هندوراس است. من با آقای اوسانلو پیشنهاد میکنم که در مورد مسائل صحبت نکنند، یا اینکه قبل از صحبت کمی در اون مورد مطالعه کنند، بخوانند، تا وقتی از سفر اوباما به کوبا صحبت میکنند آب از لب و لوچه هایشان سرازیر نشود. اگر بخواهند من ترجمه هایی که در چند ماه گذشته کردم و در مجله هفته چاپ شده برای ایشان میفرستم تا بخوانند. آن آقایان به خاطر منافع شخصی اطلاعات درست به آقای اوسانلو نمیدهند و از وجود ایشان هم استفاده تبلیغاتی میکنند. از اینکه اینقدر رک و صریح نوشتم عذر میخواهم و از شما آقای صوبی گرامی تشکر. با تشکر از شما شایسته الهامی، ممنونم که اینقدر سریع رک می نویسید. ای کاش همه مثل من و شما رک می گفتن. ضمناً اون آقایون به خاطر منافع شخصی از وجود ایشان، اونا خودشون هم اطلاع درستی ندارن. آقا این آقای عرفانی یه روز به مردم میگی چجوری بمب درست کنی، یه روز به مردم آقا تو چند نفر طرفدار داری؟ شما یه آقای فرهاد پارسی طرفدارت بود یا هست که اینم یه پولی مسکی قرار بوده به شما بدن، به منم گفتن با اینا کار میکنی؟ گفتم ببینید من با همه کار میکنم. اینها هستن که از جای خودشون اطمینان ندارن و میترسن با دیگران کار کنن، والا آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. و اما بله، این پاسخ آقای اوسانلو. اولا آقای اوسانلو به من نوشتن که ایمیل خانم شایسته رو بدید تا من براشون بنویسم. گفتم ببین
چون ایشون برای من فرستاده، شما بنویس برای من، من میفرستم. بعد می‌نویسم خانم شایسته الهامی لطفاً با آقای اسانلو مستقیما تماس بگیرید. ایشون هم گفت که میرم می‌نویسم، رفت دیگه پیداش نشد. بارها گفتم، یه بار دیگه میگم، وقتی که من دبیر بودم در هنرستان شیراز، خب میدونید هنرستان کارش از 7 صبح شروع میشه تا 2 بعد از ظهر. حالا ما صبحونه رو یا میخوردیم یا یه نون و پنیری میپیچیدیم توی پلاستیکی میبردیم بمانه، ولی برای ظهر دیگه گرسنه بودیم. اونجا هم که کافتریا مثل این مدرسه ها که نداشت که، باید به یه مستخدمی مثلا گفته بودن این مشسفر مستخدم این قسمت برق و مکانیکه. مشسفر یه آدمی بود لور، اهل یاسوج، خیلی آدم با محبتی بود ولی تنبل. این ما از ساعت 10:30 بهش میگفتیم مشسفر امروز ما رو گرسنه نذاری ها. میگو نه آقای مهندس قربونت ایرم، الان ایرم، الان ایام، هر چی بخوای برات میگیرم. میرفت دام تا 2 گرسنه زنگ میزدن گرسنه و نالون، میرفتیم خونه. آقای حسانلو این کاری که شما میکنی منو یاد مشسفر میندازی، الان ایرم، الان ایام، غیبت میزنه. دوباره توی تلویزیون دیگه دوباره با همون شور و هیجان حرفای تکراری. آقا هدفت رو میدونیم، برنامه چیه، وسیلت برای رسیدن به این برنامه چیه. اگر مخفیانن شما مثل آقای فردوسی بلند شو بگو این مخفیانن، من فقط میتونم به اونایی که به من زنگ میزنن برم دفترشون بگم، که یکی نبود به این فردوسی بگی خب احمق، اونی که جاسوسه، اونی که مزدوره به تو زنگ میزنه میگه آقای فردوسی به به من میخوام به این جنبش شما کمک کنم، یه 200 دلار هم بهت میده، اولا میکشونده یه جایی سربنیستت میکنه. خب حالا بگیم سربنیستت نمیکنه، تو میری اونجا برنامه تو بهش میگی، پس همه این برنامه شما مخفیانه بودنش تو 100 دلار 200 دلار گیره. برای چی؟ برای که دروغ میگفتن. این آقای فردوسی انقدر شعور نداشت که بابا این سالویشن آرمی ارتش نیست، یه جایی ملت میرن کتشلوارشون و ماشین کهنه‌شون اینا رو میدن، این کمک میکنه به اینو. میگو ما میخوایم سالواسیون آرمی درست کنیم که بریم به جنگ آخوندا. یعنی شما فکر کن. خب این تو تلویزیون ها میومد میخواست جنبش فردوسی بود. خب حالا جنبش آقای عرفانی، جنبش آقای مرادخانی، اون روز نشونتون دادم آقای مرادخانی نوشتن برنامه های پیشنهادی، مرد حسابی برداشته دوباره نوشته من مسلمان نیستم. آقا مسلمانی تو سرت بخوره، بابات انقدر مسلمان بوده که برای 100 نفر بس. شیخ علی تهرانی بود، کی بود تو رادیو عراق صحبت میکرد، بابای اینه. و چرا فامیلی باباش تهرانیه، فامیلی این مرادخانیه، همیشه منسه خواهرزاده خامنه ای. در هر صورت کارمون دوستان خیلی خرابه. آقای اصالو نوشته سربیه گرامی، اگر قرار باشد من 24 ساعت دنبال این و آن بدوم و به آنها جواب بدم، از اصل کار که سازماندهی و گسترش تشکیلاتمان است باز میمانم. صدها نفر از داخل و خارج از کشور مشغول کار هستند. اگر شما طبق ایمیل قبلی که برایم نوشتی که مرد میدان هستی و بر کارم ادامه دهم، خط مشی مرا تا حدی شناخته ای، لطف کنید جواب برخی از این پرسش های بیمه. یعنی چی؟ یعنی سربی شما بیا وقتی خودت از من انتقاد میکنی، اگه مردم از من انتقاد کردن وایسا به اونا جواب بده. ای داد بیداد، یعنی مجانی بشم رئیس دفتر شما پاسخ علکی بدم به مردم؟ دست درد نکن. در برنامه نوروزی که 2 فروردین پر کرده اید و اشاره به ویدیوی شجریان کرده اید، از من کد آوردید که اشاره کردم، ولی متاسفانه تردید مرا و پرسش های مرا تا آخر نخواندید. آقای حسانلو، من حتی خانم شایسته الهامی وقتی مقالاتشو میفرسه، چون برای ما نفرسته که تلویزیون بخونیم و برای من به عنوان یک کسی که توی لیستش هستم و مایلم ترجمه ها رو بخونم، وقتی میفرسه خودم که میخونم هیچی، ولی تو تلویزیون یک پاراگرافشو میخونم، به دوستان میگم توی نشریه این، توی نشریه اون، یا با من بفرستید براتون ایمیل بفرستم.
قرار نیست در تلویزیون، اونم شما دوستانی که همش عادت کردید مثل انشا طولانی می‌نویسید. دیدید خودتون، شما حتی خواستید از من که آقا بنویس بیشتر بنویس، گفتم نه، وقت کوتاست، زمان با سرعت میگذره، چقدر من بیام مزخرف بگم، ولی هدفم اینه آزادی احزاب. اگر یه دولتی پیدا شد آزادی احزاب داد، مشکلها حل میشه. شما این حزب دوست نداری میری تو اون حزب، اون حزب دوست نداری میری تو اون حزب. بعدم این احزاب وقتی که مثلا 300 تا نماینده میخوان برای مجلس، 250 چقدر، 290 هرچی، این 4 تا میفرسه، اون 6 تا میفرسه، اون 10 تا میفرسه، از اون حالت دیکتاتورشیپ، از اون حالت یه نواختی بیرون میاد. حالا چرا من بیام بنویسم اگر چه من پدرم آخوند بود، ولی خودم از روز اول، دروغ، قول میدم همین آقای مرادخانی برای 5000 6 روز روزه میگرفته، کمک باباش میکرده، حالا به من چه اصلا دین شما؟ برو دنبال دینت، برو دنبال زندگیت، یا بی دین باش، به من چه؟ ولی بیا بگو برنامه پیشنهادی چیه؟ نداری آقای مرادخانی، نداری، ارزه وجود نداری، شهامت شجاعت نداری. اگه داشتی روزی که قرار مصاحبه گذاشتی، بعد نمیگفتی من امروز نمیایم با آقای چارمان رو چارمان چهار روستای فلانی مصاحبه کن، گفتم برو آقا. بله، اون نامه‌ای که شما نوشتی آقای اوسانلو، کسی که از این ور، ببین این یک بام و دو هواس، از این ور شما میگی من گرفتارم وقت ندارم، ولی از اون ور ویدیوی شجریان تا آمده بدونی که بری تحقیق کنی، برداشتی یه صفحه به این بلندی نوشتی، یک دو کد سه، این داره کد میده، این داره فلان میکنه. میگم آقا حالا که دیدی وزیر بهداری هم اومده میگه آقا ایشون توی کشور دیگه است، اون احمق هم نمیگه که این کجاست، چه مرضی داره، میگه گمان میکنم از این صحبت هایی که کرده سرطان داره. ببخشید آقا، امروز جوون ها، من دوستم الان تو سنگاپور 60 سالش نشده داره میمیره، امروز جوون های 40 ساله دارن میمیرن، جوون های 24-5 ساله سکته میکنن میمیرن. خب خدا یا طبیعت هر چی دوست داشته، شما آقای شجریان از مشهد والیبالیست بودید، بعد خواننده شدید، از اون میخوندید فلان، 80 سال عمر کردی، 80 سال دیگه هم عمر کنی، ولی این قرائت فرا چیه؟ مریضی بیا بگو مریضم. آقا بشینید برنامه آمریکایی رو نگاه کنید، طرف آمده بود اینجا سرفه میکرد، مریض بود، آقای استیون کولبر میگم که من این هفته پیش این دوتا خانومه که آمدن منو ماچ کردن، از اینا سرما خوردم و الان صدام در نمیاد، با مردم رو راستن. من 15 سال است یک مهمانی آمده، حالا این مهمان رو وقتی کردم بیرون میام برای شما میخونم. بعدم آقای اوسانلو مینسه ایشون داشت کد میفرستاد. خب کدشو گرفتی شما؟ اگر کد فرستاده شما هم کد شناسین، چه غلطی کردین ویدیو؟ شما سازمانده هستید؟ چه کار کردید؟ آقا یک کمی واقعا میگم ببخشید، این آقای افشارا حرف قشنگی زد، گفت خجالت کشیدن یک مرام خوبیه، اگه ماها یاد بگیریم خجالت بکشیم. اگه من یه حرف بدی به یکی زدم خجالت بکشم. آقا من چند روز پیش ویدیوی زیار رو گذاشتم، نوشتم کسی که به رضا چند تا نقطه بود، زیای چند تا نقطه بود. یه دوستی نوشت آقا من فکر میکردم تو بی‌طرفی، ولی اینجا توهین کردی. دیدم درست میگه، خجالت کشیدم، رفتم ورداشتم اون قسمت رو، فقط نوشتم زیا هم از رضا پهلوی شاکی شد. آقا این خجالت کشیدن رو از امروز تمرین کنید. اگر یه چیزی مینویسیم اشتباه کردیم، توهمات، تخیلات، مالی خولیات تو کلمون بوده، بعد خیلی قشنگ بیان بگیم دوستان من اون روز اشتباه کردم، از بس تو زندان به من اذیت کردن، من یه نفرم که میاد میگه سرطان دارم، میگم آقا این درسته که یک تار گذاشته بودن کنار اتاق، ولی اون شمع‌های خوب نبود. آقا ایشون ببین توی آمریکا، باز این یه مقداری از نادانی شما میاد، آقای محمد علی کلی، اون آقایی که ایدز گرفت، اینا اگه تو آمریکا میخواستن بمونن مرده بودن الان. بلند میشن میرن مکزیک، بلند میشن میرن چینا، توی
حالت آقای شجریان، نه توی حالتش، توی حالت مریضیش، اینم شاید بلند شده رفته مغولستان، رفته تاجیکستان، رفته نمیدونم آذربایجان، رفته چین، و اونجا که رفته اونا بهش گفتن آقا اولا تمام چیزای رنگی بده، موتو شما مشکی میکنی رنگ عین زاغ بده، اینا سرطان میاره، مو رو بزن. بعدم میخوایم این پرتو درمانی شیمی درمانی رو بدیم مواد میریزه. آه رنگ موهاش مثل همیشه نبود، رنگ کوتش مثل همیشه نبود، ایشان شخص مرتبی هست، چرا اون روز بدون کوت شلوار آمده بود؟ آقا مریضه، داره میمیره، 15 ساله این مرض رو داره، امروز به این نتیجه رسیده، پولو نمیدونم زن جوان و اینها کمکش نمیکنه، گفته بابا برم توی اتاقی بشینم از طبیعت لذت ببرم. حالا ایشون میگه چرا نامه من تو آخر نخوندی؟ تا آخرش چی نوشته بودی آقای اوساندو؟ نوشته بودی ایشون کد فرستاد. خب کدش چی بوده؟ من احمق نفهمیدم، شما لطف کن برای من بازش کن. روزگار غریبی است نازنین. خب بله هستم، فقط 2 دقیقه. و کسانی که در ضمن امروز روز هفتم است که در جستجوی شنیدن صدای ایشان هستم، فقط 2 دقیقه. و کسانی که مدعی هستند با ایشان ارتباط دارند ممانعت از این کار میکنند و همین پرسش های مرا پررنگتر میکنند. آقا مگر شما تا قبل از این ویدیو با آقای شجریان در تماس بودی؟ میخوای من زنگ بزنم به پسرش؟ میخوای من زنگ بزنم خودشو پیدا کنم؟ آقا شمایی که تا اون روز باهاش در تماس نبودی، حالا که مریض شدی، خب 1000 نفر مثل شما هم زنگ میزنن. اون وقت کسی که سالم بوده با شما صحبت نمیکرده، حالا که مریضه میاد با شما صحبت کنه؟ بعد شما اول باید میرفتی تحقیق میکردی، بعدن مینوشتی. شما درست این اون ماجرای خرگوش در جنگل داشت با سرعت میدوید. دوستش گفت آقا کجا با این عجله؟ گفت بیا بریم، بیا بریم. گفت کجا بریم؟ گفت این پدر سوخته ها این پایین، هر کسی 3 تا بیزه داره یکیشو میبرن. گفت چرا نگرانی؟ من تو که 2 تا داریم. گفت نه اینا اول میبرن بعدن میشمارن، بیا بریم. شما هم اول میای کد شناسی میکنی، نامه مینویسی، حالا 7 روز میخوای تماس بگیری با آقای شجریان. شما من میگو آخرین باری که با آقای شجریان صحبت کردی کی بود؟ درباره چی بود؟ اصلا چه لزومی داره ایشون به شما صحبت کنه؟ آقا مریضه، 15 سال سرطان داره. عجب دنیایه. بله. کدی را که من تصور میکنم متوجه شدم خواهید دید. آقا برم اونجا چرا؟ به من بگو کده چیه؟ کده چیه؟ گفته بریزید تو خیابونای نیویورک یا علی مدد، فردا جشن و هوا خوبه، بریزید تو خیابونای نیویورک. نکنید آقای اوسانلو، والا بلا بی خود نیست دیگه، مردم تو ایران هم بهتون محل نمیذارن. همین آقای کوروش عرفانی، شما برو ببین، اینا هی میگن ما میلیون ها بیننده داریم، 20 تا بیننده ندارن، 30 تا بیننده ندارن. اگه داشتن اینجوری برای پول مثل من بدبختر هی التماس نمیکردن. ضمناً دوستان راجع به پول به همین دوست همجنسگرامو بگم، دوست عزیز، اونی که به شما برنامه مجانی میده میبرتت رو هات برد، ازش بپرس چرا به تو برنامه مجانی میده و کی پولش میده. منی که بهت میگم اگه میخوای بیای صحبت کنی با 10 دلار 20 دلار 50 دلار 100 دلار بدی، این که نرماله. شما اگه رفتی مغازه خوراک گذاشت جلویت گفت نه پول نمیخواد بدی، ازش سوال کن چیه آقا این خوراکه مونده شده میخواستی بریزی دور؟ من سطل آشغالیتم. چیه آقا نظری به من داری؟ چیه آقا یه کسی پول داده تو منو مرگ موش خور کنی؟ منی که میگم آقا این همبرگر 1 دلار یا بخر یا راهتو بکش برو، چه سوالی چه صحبتی؟ دوست گرامی آقای پاکزاد، با عرض سلام، من واقعا درک نمیکنم اختلافات این آقایان بر سر چیست و به امثال من چه ربطی دارد. آقا دوست عزیز، آقای آریانپور، شما ایمیل اولی رو بخون. اصلا این ماجرا، این آقایی که میگه کامران عطابکیه دروغ میگه، یه آدم لو لایف پس فطرتی است. و شما دوستان فعالای سیاسی ما هی برای هم ایمیل میفرستید، یکیتون ایمیل اولی رو توجه نمیکنید که این آقا یا این حیوان، والا حیف حیوان، این جانور شما رو گذاشته سر کار. حالا شما از آقای پاکزاد میپرسید، آقای پاکزاد از شما میپرسه. ایمیل اولی رو با دقت بخونید، ببینید اون ناانسان چی نوشته برای شما.
اصلا چنین شخصی ارزش پاسخ گفتن داره؟ ای داد بیداد، ای فریاد. والا من سال 2003 به این نتیجه رسیدم که کارمون خیلی خرابه و گفتم اگه یه روزی برسم به این نتیجه که درست شدنی نیست، میرم دنبال کارم. کم کم دارم به اون میرسم. کارمون خیلی خرابه، درست شدنی هم نیست، یا حداقل دیگه از زندگی من و شما گذشته. از توی این شما نگاه کن، این فعالای سیاسی ما رو نگاه کن، این فعالای اجتماعی ما رو نگاه کن، این هنرمندای ما رو نگاه کن. تازه حالا آدم میفهمه چرا آقای شجریان تو اون شلوغی ها شجاع شده بود، آمده بود جلو. برای که مریض بوده، گفته حالا من که دارم میمیرم، حالا اینجام گیر بیفتم دیگه فلان. اینم یک کده آقای استانلو، اینجوری هم نگاش کن. آقای شجریان هر وقت اومده اینجا، من برنامه نداشتم رفتم پشت صحنه، جلو صحنه، با خودش، با پسرش، با اون آقای کیهان کلهور، اینا عکس گرفتیم، صحبت کردیم، گفتیم، خندیدیم، یه پولی هم جمع کردن رفتن ایران. ولی حقیقت اینه که بابا شما اگه 15 سال این مهمون مریضتون مهمونتونه، چرا به مردم نگفتید؟ شما پابلیک فیگر هستید، شما وظیفه دارید. شاه در قبال مردم وظیفه داشت به مردم بگه من مریضم، به همسرش وظیفه داشت بگه من مریضم، بره مثل شجریان توی دهی برای خودش زندگی کنه. همه دروغ میگه، شاه دروغ میگه، هنرمند دروغ میگه، سوربی دروغ میگه، اوسانلو دروغ میگه. خب این وقتی همه دروغ میگیم دیگه از کی ناراحتیم؟ از آخوند ناراحتیم که چرا اون مثلا دروغ بزرگتر گفته؟ دروغ دروغه. خب بریم سراغ، بله این هم جواب من به قسمت های، بله این خوندم اون، بله آقای چیز هم خانم لیلا نوشته بود منصور، این منصور اوسانلو شده بود منصوره اوسانلو. منصور اوسانلو کسی که فقط 2 ساله از ایران خارج شده و به زبان انگلیسی هم آنچنان که باید آشنایی نداره، هنوز به جو سیاسی و قانونی آمریکا و کشورهای دیگه آنطوری که باید و شاید آگاهی نداره، مگر این که این و آن برایش ترجمه یا گزارش بدهن. در ضمن اوسانلو مسئول امرار معاش خود، خانواده خودش هست، چگونه میخواد به جنگ آخوند برود؟ کسانی که در طول این سالیان دراز در خارج هنوز نتوانستن کوچکترین رخنه به قدرت رژیم اسلامی ایران بکنن، بعد این آقای تازه وارد چگونه میخواهد امیدواران به آزادی ایران را برآورده کند؟ آن هم در این جو سیاسی. اولا این دوستانی که میان تا 18 ماه یا تا 2 سال اگه اشتباه نکنم از کمک های سوشال استفاده میکنن، پناهنده ها از این کمک ها استفاده میکنن، به احتمال زیاد ایشون هم همچین کمکی رو گرفته، پس از لحاظ زندگی خیلی مثل من و شما لازم نیست بدوه. تا حالا بعد میاد میبینه ای بابا اونای دیگه که همراه ایشون اومدن تو کار سیاسی نبودن، رفتن یه دکونی باز کردن، پیتزا فروشی باز کردن، کاری باز کردن، از اینا جلو افتادن، ایشون هم راهشو میگیره میره دنبال اونا. و اما صبح امروز کسی گفت به من تو چقدر تنهایی؟ گفتمش در پاسخ تو چقدر حساسی؟ تن من گر تنهاست، دل من با دلهاست. دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعایشان گویند. یادشان در دل من، قلبشان منزل من، صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق. تو دلت سبز، لبت سرخ، چراغت روشن، چرخ روزیت همیشه چرخان، نفست داغ، تنت گرم، دعایت با من. سهراب سپهری. عید نوروز باستانی به همه دوستان مبارک، با تنی سالم و لبی خندان. شما هم پیوسته دلت شاد و لبت خندان باشه. این همشهری عزیزمون آقای علی شیرازی این رو فرستاده. و اما یه دوستی وبسایت وبلاگی درست کرده به نام مکس در عکس. کار جالبیه. این آقای مسعود ناصری هست. مسعود ناصری تناز هم هست، سالهای ساله که در
ایرانیان می نویسه، کاراش هم قشنگه، اهل کرمان هست. یه وبسایت دیگه هم داره و بله اینجا نوشته مکس در عکس. جالبه، میدونید که معروفه، میگن هر عکسی به اصطلاح گویاتر از هزار کلمه است. و خیلی قشنگ اینجا این یه مراسمیه، این بچه ها رو دارن گلبارون میکنن. و ببینم چیزی نوشته در این مورد، بالاش می نویسه معمولا فلاور بامب هپی بیرده، احتمالا تولد اینها بوده. و چقدر هم توپلن ماشالله. خب و اما فشن اپدیت واکینگ ویت گراما، میگه که این هم مد جدید و اینها، و این خانم با مادر بزرگش داره راه میره. حالا فکر نمی کنم بعض وقتا هم این اوکی، شاید هم مادر بزرگشه، حالا هرچی ایشون بگه ما رو حرف شرف نمی زنیم. و اما هپی پرژن نیو ایر، سال جدید ایرانی، نوروز فارسی زبانان مبارک باد. و اما سلیپینگ آن د جاب، نوشته سر کارش خوابیده و خوابش برده. عکس یک پسر به اصطلاح دست فروشی هست، به اینا میگن کودکان کار، که کنار خیابون خوابیده. و اما میگه که a cup of tea for you، یک فنجان چای، یک استکان چای برای شما. این سربازای آمریکایی در افغانستان و اینا هستن که اون محلی ها براشون احتمالا چای سبز. افغانستان چون بین دو سه تا کشور، یکی ایران و پاکستان و چین و اینها، از لحاظ فرهنگی هستن، بعضی چیزاشون تغییر داره. یعنی یه جایش میبینی مثل ایرانن، یه جایش میبینی مثل هندن، یه جایش میبینی مثل چین هست. و اما نوشته تاکسی رد اند بلک، نوشته تاکسی که اون تاکسی رو میبینید اینجا، بعد اینجا هم رد یعنی قرمز، بلک هم این خانم ها. و عکس ها قشنگن، زیبایی خاص خودشون دارن و نقل قول های خودشون. و اما مموریز، خاطرات، این حالا چیه اینجوری داره پخش میشه رو اینها، من نمیدونم. باد که نمیاد یه چیزی، حبا از این بابل یا حبابایی که درست میکنن، نمیدونم چیه. خب passing of life، این هم عمر گذران ها، یا دالان زندگی. خب این هم music versus earphone no one listen. بله میگه که آها، اونجا اونا دارن جوونا موزیک میزنن، ولی این خانوما هر کدام گوشی خودشون تو گوششونه و اصلا اون موزیک رو نمیشنون، نمیفهمن. و underground music، این هم موزیک های به اصطلاح مخفی، مثلا ممکنه این خانمی که داره در خیابون میزنه، این ممکنه از لحاظ فامیل، از لحاظ اینها نمیخواد شناخته بشه. و دوستان درست دولت بدی هست، دولت چیزی هست، ولی ما یادمون باشه ما خودمون خانواده ها هنوز تا هنوز بچه ها رو میذاریم برن دنبال موزیک و موسیقی و اینها، و هنوز خجالت میکشیم اگه یک کسی مثلا شغلش خوانندگی باشه. و این هم لایف، داستان زندگی، از بچگی تا این به اصطلاح پدر بزرگ، اون روی چرخ گالسکز، این روی چرخ صندلی چرخدار. Just resting، این هم نوشته که داره استراحت میکنه، آقای نشسته بیرون خونهش و احتمالا تو کوچه نگاه میکنه. Great shot، این هم میگه یک عکس زیبا، هم سگ هم پسره دارن با آب بازی میکنن. Freedom for all، don't we all deserve our freedom، این هم میگه آزادی برای همه. روی نوشته این کاغذ هم نوشته که آیا ما همه لیاقت آزادی نداریم، نباید آزاد باشیم. Happy spring، این هم نوشته که نوروز، بهار مبارک باد بر شما. و این هم دوستان، friends، سگها خیلی با مزه هستن. اتفاقا من دیشب فیلم مکس رو نگاه کردم، این سگی که توی جنگ افغانستان و اینها بوده. میدونید که سالهای سال هست که سگها به ارتش و اینها کمک میکنن. و اینم یه عکس جالبه، میگه against the crowd، crowd یعنی شلوغی و جمعیت و اینها، بعد اینا همه مردم اینجا را میرن، ولی این آقا تو خیابون که به اصطلاح بتونه تندتر را بره. و به نظر من خب کار درستی نیست، اگر
دولت یا مردم به این نتیجه رسیدن، قانون گذاشتن که خیابون مال ماشین، پیاده رو مال پیاده، شما که خونت از اونها رنگین تر نیست، برو اونجا. و اما street food great lighting میگه که اینم چیزای خیابونی، خوراک و اینها، و great lighting نوری زیبا، نمیدونم حالا یعنی چی، اونم سابوه یا اینها. بعد happy valentine's day from ایران، این دختر خانم کنار خیابون داره این کیسه های پلاستیک رو میفروشه. we love love روز والنتاین بوده. و اما happy winter، خب این هم نوشته که زمستان مبارک. و you are so white، این سیاهه پسر دختر یا پسر سیاهه به اون پسره یا دختره میگه که او تو چقدر سفید هستی. my pillow is not soft but I'm sleeping on free land، میگه که بالش من خیلی راحت و نرم نیست ولی من روی یک زمین یا سرزمین آزاد خوابیدم. حالا این عکس کجا هست و اون سرزمین آزاد هست یا نه من نمیدونم. این هم love و sadness، عشق و غم. و این هم nice park، در صورت عکسای خیلی قشنگی گذاشته ایشون، یکم تندتر بریم، خیلی عکس گذاشته. welcoming the winter، خیلی بیش از حد این عکس حرف برای گفتن داره. to be at home، یه نفر کنار خیابون نشسته با گچ برای خودش مبل و آبجور و اینها برای خودش یه خونه درست کرده. پلیس دانمارک و کودک سوری، از این ور میبینیم اینها رو که چقدر انسانن، با آغوش باز این پناهنده ها رو، حالا که اونجوری با یه لباس برشون مملکتشون رو ول کردن، کمک میکنن. از اون برم میبینیم که بعضی ها چگونه حیوان، والا این اسم حیوان رو بد کردیم، اون خانمه پا مینداخت جلو این، بعد میزد اینها رو و البته خوب شد کارش از دست داد اینها. flower girl، این هم دختر گل فروش. و no gun only roses، میگه اسلحه لازم نیست، فقط یک گل روز. و گل روز رو ما توی ایران گل سرخ فقط میدونستیم، نه، ولی الان دیگه روزا هزاران رنگ داره. my land is not pretty but it is my land، این نوشته که به اصطلاح سرزمین من ممکنه زیبا نباشه ولی سرزمین منه، اتفاقا زیبا هم هست و زیبایی خودش رو داره. چرا فکر میکنید این زیبا نیست؟ earth wind fire and war، میگه که زمین و باد و آتش و جنگ. این هم اون وقتا میگفتن چهار تا چیز هست، آب، هوا، آتش، یه چیز دیگه هم بود که اینها زندگی رو میسازن، ولی حالا میبینیم که آتش جنگ متاسفانه است. please don't shoot me my hands are up، میگه من رو تیر نزن به من که دستام رو بالا کردم. our future is unknown، آینده ما نامعلوم است، نگران هستن اینها. و دلم نمیاد این عکس ها رو بهتون نشون ندم، ولی خب تونتر این خانم هم که داره از این توتی عکس میگیره چقدر قشنگ، اونم پوز کرده. و این هم این بچه I wish this was a life، بله این یک عروسک از این پرنده های چیز، ولی نوشته امیدوار بودم که این حقیقی بود، فکر کنم اینجوری. I know you hate getting wet، این بچه چرتشو گرفته رو سر گربهش، به گربهش میگه که من میدونم تو خوشت نمیاد خیس بشی. و اینم این بچه ها تو فروشگاه مواظبشون باشید، اینا خیلی باهوشن، فکر نکنید یه چیزی بالا هست دستشون نمیرسه. ببینید چجوری به اون یکی قلاب یا جاپا داده که دستش برسه به اون اسباب بازی. love and nepal earthquake 2015، میگه این هم عشق و محبت و زلزله نپال در سال 2015. این هم برف. و این هم green on green، سبز در سبز، سبز روی سبزی. و عکس دختر این لباس زیبای سبزش روی این علف ها. poverty and love، این هم فقر و عشق. و این یکی هم از اون به اینا میگن mystery picture، یعنی این وقت شما نگاه میکنی نمیفهمی کجا به کجاست. خب دوستان عزیز ساعت 2:54، من این عکسای زیبایشون ما رو مشغول کرد ببینم چیزای مهمی که اینجا گذاشتم چی بود.
و بله آقای ناصری، آهان لبخند بزن، میگه که چرا ایرانی ها کم میخندن. حتما شما هم همه اینو میگید و این رو من یه بار خوندم، یه بار دیگه هم براتون میخونم. ممنونم از کوروش که در این ایام عید فرستاد. امروز همونجور که بهتون گفتم ششم ماه فروردینه و دیگه برای من و برای تلویزیون مردم چون آخر هفته هم هست دیگه، هی عید دیدنی و عید نوروز مبارک و اینها بسه. میگه امروز تصمیم گرفتم از خونه که اومدم بیرون به همه لبخند بزنم و این هم نتایجش. این یک بررسی علمی است برای اینکه بدونیم چرا ما خنده رو نیستیم. حکومت هیچ تأثیری در این بررسی نداشته است. به یک دختر خانم لبخند زدم، گفت مردی که از سنت خجالت نمیکشی؟ به یک آقا پسر جوان لبخند زدم، گفت پدر جان من این کاره نیستم. به یک پیرزن لبخند زدم، گفت مگه خودت مادر نداری؟ به یک پیرمرد لبخند زدم، گفت رو آب بخندی، منو مسخره میکنی؟ به یک خانم میانسال لبخند زدم، با کیفش زد تو سرم. به یه آخوندی لبخند زدم، گفت استغفرالله. به یه آقای محترم لبخند زدم، گفت برو به قبر بابات بخند. به بابام لبخند زدم، میگه کرخه پول کم آوردی یا زن میخوای؟ به مامانم لبخند میزنم، میگه پدر سوخته با دوست دخترت قرار داری؟ حالا باز هم بگین لبخند بزنین. امروز میخوام فقط فحش بدم. این هم ماجرای کوروش و این ایمیل، خیلی جالب. ممنون. همونجور که بهتون گفتم ساعت 3 بعد از ظهر یعنی 4 دقیقه دیگه با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود از کانادا. و اما این نوشته فریدون مشیری رو هم بخونیم، امیدوارم که من بتونم از عهده‌اش بر بیام. این نوشته فریدون مشیری رو هر شب قبل از خواب باید خوند. اجازه بدید اینجا براتون نشون بدم که اگر من یه وقت اشتباه میخونم شما درستش رو بخونید. میگی که یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم، بد نگویم به هوا آب زمین، مهربان باشم با مردم شهر و فراموش کنم هرچه گذشت، خانه دل بتکانم از غم و به دستمالی از جنس گذشت، بزدایم دیگر تار کدورت از دل، مشت را باز کنم تا که دستی گردد و به لبخندی خوش دست در دست زمان دست در دست زمان بگذارم. یاد من باشد فردا دم صبح به نسیم از سر صدق سلامی بدهم و به انگوش نخی خواهم بست تا فراموش نگردد فردا. زندگی شیرین است، زندگی باید کرد، گرچه دیر است، ولی کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم شاید به سلامت ز سفر برگردد. بذر امید بکارم در دل لحظه را دریابم. من به بازار محبت بروم فردا صبح، مهربانی خودم عرضه کنم، یک بغل عشق از آنجا بخرم. یاد من باشد فردا حتما به سلامی دل همسایه خود شاد کنم، بگذرم از سر تقصیر رفیق، بنشینم دم در چشم بر کوچه بدوزم با شوق تا که شاید برسد همسفری ببرد این دل ما را با خود و بدانم دیگر قهر هم چیز بدی است. یاد من باشد فردا حتما باور این را بکنم که دیگر فرصت نیست و بدانم که اگر دیر کنم مهلتی نیست مرا و بدانم که شبی خواهم رفت و شبی هست که نیست پس از آن فردایی. خب ممنون. و روان فریدون مشیری هم شاد، خیلی شعرها رو ساده می نوشت، مردم رو توی با وجودی که شعر کوچه رو گفته بود ولی مردم رو توی کوچه پس کوچه ها مثل دیگر هنرمندان و فعالان سیاسی و اجتماعی سرگردان نمی کرد. اجازه بدید من اسکایپ رو روشن کنم. ما از دست این دوستان اسکایپ رو خاموش می کنیم با وجودی که گفتیم بدون قرار قبلی تماس ممنوع، ولی هی دوستان زنگ میزنن میگیم بابا رو عکسمون که نوشتیم. و امروز آقای یزدی، اهورا خالق یزدی، یک ویدیویی برای من فرستاده بودن. من برایشون نوشتم بابا جون من فکر کردم این ویدیو حرف خودته، یه سری عکس و شعارهای تکراری و صدای ساز و دوهل که نشد تبریک
aid. اینم از این نوشته. بعد ایشون به من جواب داده که that's reality, that's I'm old man. ها من بهش گفتم مثل که دیگه شما هم پیر شدی و حوصله دوربین و تلویزیون اینها رو نداری. دوستان عزیز اجازه بدیم بریم سراغ آقای کاظم افشار ها و با ایشون باشیم از کانادا. صدا رو هم من تنظیم کنم و بله. آقای افشار ها سلام، سوربی هستم. سلام قربان، حال مبارکتون چطوره؟ ممنونم، روی ایر هستیم. شما لطف کنید تصویر ویدیویتون رو هم. بله آمد، بسیار عالی، همه چیز خوب، نور قشنگ. و خب ما برنامه خودمون رو با یه شعری از آقای فریدون مشیری به پایان رسوندیم، حالا می نشینیم پای صحبت‌های شما. دوستان عزیز با آقای کاظم، دکتر کاظم افشارها هستیم و ایشون روزای جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با شما هستن و ایشون هم معمولا برنامه هاشون رو با شعری برای من و شما شروع میکنن. این شما آقای افشارها و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. سرادی با عرض سلام و درود بی پایان به دوستان و بینندگان و عرض کنم شنوندگان عزیزمون و همزبانان گرامی، با تشکر از شما جناب آقای سوربی به خاطر ایجاد امکانات. عرضم به حضورتون که در آستانه به هر حال سال تازه هستیم، لازم میدونم که در اولین برنامه تقدیمی این سال از برنامه پرپا بنده مجدداً تبریکات صمیمانه خودم رو به حضور دوستان و عزیزان ایرانی تقدیم بکنم. ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. همه شب نهادم سر چو سگان در آستانت، که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید، که میان سنبلستان چرا داهوی خطایی. در گلستان چشمم ز چرو همیشه باز است، با امید آن که شاید تو به چشم من درآیی. سر برگ گل ندارم به چرو روم به گلشن، که شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین، که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. به هوای کعبه رفتم به حرم رحم ندادند، که برون در چه کردی که درون خانه آیی. به قمارخانه رفتم همه پاک باز دیدم، چه به صومعه رسیدم همه زاهد مرایی. در دیر می زدم من که یکی ز در در آمد، که درا درا عراقی که تو خاص از آن مایی. امیدوار هستم که فراغ عزیزان از عزیزانشان و یا از مملکتشان به هر حال به سر آید. و اما داستانی که طبق معمول از حضرت سعدی باید به میمنت بیان بکنیم. یکی را از پادشاهان پسری کودن بود، پیش یکی از دانشمندان مثلا به نام ناتل خانلری فرستاد که من این پسر را تربیت می کن مگر که عاقل شود.
روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نیفتاد، پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کردند. چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد، هیچ صیقل نکو نداند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه مشوی که چوتر شد پلیدتر باشد. خر عیسی اگر به مکه بری، چون بیاید هنوز خر باشد. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. جناب آقای سربی، در مقدمه عرایزم لازم میدونم که عمیقا تسلیت خودم رو به بازماندگان قربانیان ترورهای کور در سراسر گیتی، از فلسطین، سوریه، ترکیه، عراق، افغانستان، فرانسه و بلژیک گرفته تا جای جای دیگر و آنهایی که گذشته است و در حال و آینده هم خواهد بود، تسلیت عمیق خودم را اعلام میکنم و از دوستان و عزیزان خواهش میکنم کمپینی به هر شکلی که میتوانند، خصوصا کسانی که به ادیان صرف نظر از دین اسلام معتقد هستند، تشکیل بدهند، به قلمی، به برنامه‌ای، به نطق و نوایی برسونند به این آقایان و سیاست مداران و پالیسی میکرهای عالم که بس کنید تمام اینها در زیر سر همان افرادی است که خود را پالیسی میکر و سیاست گذار عالم میدانند و موقعی که 40 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر فدای ترورهای کور میشوند، لباس مشکی میپوشند و قیافه های محزون میگیرند، در حالی که درون شیطنت بار و تفکراتی به مراتب خطرناکتر و بدتر از قدیم خودشان دارند. روی حساب بنده با افراد خبیثی مانند سارکوزی و دیگر کسانی هست که دنیا را با غارت کشوندند، به این مصیبت انداختند و سبحان الله که هر قاتلی هم که می شود یک الف و لام شمسی بر سر اسمش می گذارن، به خاطر اینی که این رو به نحوی بالاخره به اسلام و مسلمانی برگردانن. دوستان عزیز، همانطوری که مکرر گفتم، جنگ های صلیبی مدرن مدت هاست آغاز شده. فریب این را نخورید که میگویند آقا اسلام افراطی است، مسیحی اینطور است، بهایی آنطور است. خوب بدانید که اینها همه طرحی است برای پر کردن شهوات مادی و دنیا پرستانه ادعی که متاسفانه سیاست گذاری های دنیا رو در دست گرفتن. نهایتاً بنده نهایت تأسف و قصه خودم رو به عنوان یک تسلیت عمومی به تمام اون خانواده های داغدار اعلام میکنم و به عنوان یک فرد مسلمان و آگاه به اسلامی که جز سلم و مدارا و محبت و رفاقت و یکسانی و ارزشمندی به وجود انسان چیز دیگری در آن پیدا نمیشود، این تأسف خودم رو عمیقا اعلام. امیدوار هستند که به خانواده های اونها به هر حال صبر لازم داده بشه تا اون قصه های خودشون رو بتونن تحمل کنن. جناب آقای سربی، بنده عرضم به حضورتون که از شما ایمیلی نگرفتم برای قضاوت در کار آقای اصطلاح چیه؟ آقای بگین اسمشون، اوسانلو. بله.
لکن دریافتم که گویا حضرت عالی اظهار نظری خواستین. اجازه بفرمایید قبل از هر موردی چنین رو من گذاشته بودم در دستور کارم که توضیحی بدم که قدری هم اعجاب به من دست داد از اینکه خود حضرت عالی به هر حال این برنامه رو به اصطلاح تمشیت دادید. این آقای اوسالوی عزیز ما رو وادار کرد که یک به اصطلاح مثالی رو بیاریم که میگن یک وقتی یک از کنم که صدامیست که میدونید یعنی بچه باز به اصطلاح بله. ایشون در یک شهری وارد شد، راه نابلد بود و دید خوراکی گیر نمیاره رو، خب به هر حال تازه وارد است و گفت چه بکنیم، طعمه ای به دست بیاریم. اومد یک آجانی یک از کنم اساسی رو دید و گفت بابا ما یک 20 درهم 20 تومن به تو میدیم، ما رو سر چهار صبح بخوابون و شلاق بزن. فقط هر کسی که از شما سوال کرد که آقا این علتش چی هست چه شده است، شما بفرمید که ایشون بچه بازی کرده. دنباله داستان میگوید که از فردا در خونه این مرد کسانی که آماده این عمل بودن صف کشیده بودن، تومه پیدا شد. این جناب آقای اوسانلو و امثال هم قربان که به حق و به گفته خودشون لا یعرف الهر من برن، هیچ چیز از این دنیای غرب هنوز دستگیرشون نشده و در همون عالم سکرات غرب آمدنشون بوته میخورن و به قول خود شما خیلی زود دور برداشتن، ایشون به مرادش رسیده. اگه من جلوتر به شما بگم، شما و دیگر کسان کار همون آجانه رو کردی، ایشون قربان با آنی که خواسته رسیده. فقط من برنامه روز چهارشنبه شما رو که بعدن نگاه کردن دیدم ایشون درباره کوبا و اینا یک دفعه شاید شما به کوبا نرفتید جناب آقای اوسالو، بیش از 50 مرتبه تا به حال توی این 31 سال ما به اونجا رفتیم، مردم را چنان نسقشان را کشیدن توی این 40-50 ساله که اگر 2 ساعت نمیدونم شما تشریف بردید آقای سربی، نه متاسفانه یا نه، 2 ساعت اگر شما با یک خانم یا آقا یا کسی صحبت کنین اصلا گویا زیب کشیدن به لب اینها. بعدشون منبر میرود و میگوید آنجا اینجور آنجا اینجور، و من چون ارادتی دارم به شما جناب سربی، توجه داشته باشین، خیلی خوشم میاد از رفتار به اصطلاح رسانه‌ای حضرت عالی که مکررن گفتید ما داریم سر خودمونه بند میکنیم وقت میگذرونیم دیگه، روی واقعیتی، اما در این حال شما از یک وجاهتی برنامه‌تون برخوردار هست. سوالاتی از ایشون میفرمایید، گفتاری ایشان میفرمایند که والله شهد الله اگر آقا بشیر بقال رو ما برداریم بیاریم بذاریم تو رسانه بگیم آقا درباره بمب اتم صحبت کن، بالاخره این نظری دارن. اما توجه بفرمایید که بعضی از برنامه ها باعث تعالی و بعضی ها باعث واقعا تنزل یک برنامه میشن، یک به اصطلاح سیستم و یک رسانه خواهم بود. جناب آقای اوسالو، شما زمانی که میای یک برنامه درست بکنید به نام نمیدونم صندوق چیچیک و صندوق نمیدونم رأی آزاد، لااقل با یک دانشمند فرهیخته‌ای که در دنیا نظیر نداره. بنده اطلاع دارم که بعضی از مجامع علمی فرانسه و انگلستان دعوت میگیرن از دکتر نصر احمدی که آقا درباره یک مسئله سیاسی و یک قانون اساسی بیا نظر بدید. شما اینو اقلن با اون طور فرهیخته ای میتونید تماس بگیرید که آقا اصلا این کاری که ما میکنیم این ارزشی داره، وزنه حقوقی داره، اصلا این چی هست؟ حالا با قول جناب سربی همه سربندی سین جایی بینه، در هر کسی در هر سنی یک سربندی داره، شما سربندی خوبی فعلا برای خودت انتخاب کردی، لکن توضیح زیادی از حد این جز ایجاد ملام و خستگی جناب سربی مسئله دیگری ایجاد نمی کنه. به این ملاحظه که اصولا ایشون در اون قالب ها وجود نداره. لااقل حضرت عالی می دونید که شاید دشمنترین شخص با قالب ها و با
فریم ها و با قاب های علمی من باشم. هیچ اعتقادی بی ندارم که بگم یکی بگن لیسانس دکتر چی بس الهازا، اما حجم مطالعاتیش رو اشخاص باید مشخص کنن که در چه زمینه ای، در چه کاری، در چه باری اینها اطلاعات دارن. تا جایی که من اطلاع دارم و ایشون خودشون فرمودن، شاخصه ای هستن در امور عرضم حضورتون، کارگری اینها اهلا و سهلا، خیلی خیلی هم شاخصه و شاکله مهمیست. لکن آجون من برادر بزرگوار، قدری تأمل من نمیفهمم واقعا. حالا اینجا دنیای آزادی است، در این عرستان قبر که سر کار میخواد میکنه دیگه، ولیکن جناب آقای سربی این مسائل و این مطالب و این سوالاتی که من گوش کردم، ابدا این در حیطه و حوزه فکری و کاری ایشون نیست و در مجموع اصلا پاسخی نداره این حرفا که ایشون نظر بدن برای تحریم، نظر بدن برای جنگ. والله من همینطور که علم کنم آقا بشیر بقالی میشناختیم، ایشون در سر محل خیلی زیباتر از اینها تفسیر و تبیین مسائل سیاسی رو میکردن. چقدر خوب هست که هر کسی مرز و حد و به هر حال میدان فعالیت خودش رو یک مشخص بکند، دو بداند. عرضم به حضورتون که این یک نقدی، یک صحبتی، یک عرایزی بود که در مورد برنامه روز چهارشنبه خواستم به عرض مبارکتون برسونم آقای سربی، و اگر به هر حال این مسئله رو ترک کردم ولی که وظیفه اخلاقی و دوستی خودم میدیدم که در برنامه به اصطلاح برنامه و رسانه جالب شما این مسئله رو به عرض برسونم. جناب سربی، همونطور که شما مکررم فرمودید که بیشتر اینها برنامه های سرگرم کننده و بخت گذرنده هستش که من هم قبول میکنم، ولی خبر خوشی دارم در این رابطه که یکی از دوستان بسیار بسیار به اصطلاح برجسته بنده، البته بعد دوست شدیم، یکی از آقایانی که در اینجا بودن به بنده زنگی زدن و گفتن آقا معل واسطه شخصی گفت که این برنامه بوده است و ما نگاه کردیم. البته ایشون چون اعتقادات مذهبی هم داشت، کلی هم در حق بنده و حضرت عالی برحال دعای لازمه را انجام داد و گفت با این که شب من با خانواده در حال مسافرت بودیم برای برگزاری تعطیلات، قبل از همه این مسائل به خواهرم در ایران زنگ زدم و چون تحت تأثیر این صحبت‌های به اصطلاح بجا قرار گرفتم، حواله ای که البته چون شأنش هم از نظر مالی خیلی بالاست، بسیار بسیار زی قیمت بود، گفتادم و گفتم در فلان محلات اینها رو توضیح بکنید، به امید خدا مقبول میفتند. بنده و شما هم در اجر معنوی این مسئله شریک هستید و من هم شخصا گفتم فست و رب الکعبه، خدایا صد هزار بار شکر نتیجه گرفتیم. با اینی که وقت رو میگذرانیم، سر خودمون رو به اصطلاح با قول فرمایش گوهربار خودتون گرم میکنیم و سرگرمیست، اما همین یک نتیجه هم به اندازه دنیاها برای ما قابل ستایش و عرضم به حضورتون که افتخار و خوشحالی است. آقای افشارها، اول خوشحال شدم، فکر کردم این دوست شما گفته حواله برای تلویزیون مردم میفرسه، بعد خوشحالتر شدم که ایشون گفت که حواله فرستاده که کمک کنن، مخصوصا برنامه آخری شما کمک به کودکان در این ایام عید بود. من هم به نوبه خودم از ایشون ممنونم. ضمناً شما در رابطه با این آقای که حیف کلمه آقا که به این زرکوزی دیوانه بگیم، اون کوتوله به اصطلاح سیاسی و مسئله لیبی رو گفتید. رضا نوشته که آفرین بر آقای افشارها، و همین الان که صحبت میکنید شما، این آقای زرکوزی در آفریقا دنبال همون منافع خودش هست. حالا ضمن صحبتهای شما اگه اجازه دید، من چند تا عکس از آقای زرکوزی و قذافی نشون بدم که اینها تا کسی بر سر میگه تا بر سر عشق و باد این یاران سعادتت برشکن، تا وقتی که این پول داشت و پول نفت داشت و پول به این میداد که برای تبلیغات سیاسی استفاده کنه، میلیون ها دلار و نمیدونم یورو، این باهاش بود. اولین کسی که خنجر از پشت زد بهش همین آقای زرکوزی بود. من با عزت این چند تا عکس رو نشون بدم. بله
ولی شما صحبت کنید، شما صحبت. بله بفرمایید. جناب آقای سربی، شاید آقا رضا یا حضرت عالی به لیبی نرفته باشی. مشکل در این هست که من به هر حال رفته بودم اونجا و دیده بودم اونجا رو. من نمیدونم، اگر بگم بهشت بود دروغ نگفتم. و این واقعا حرامیان آنچنان کاری کردن که حالا به قول عوام، به قول مثال معروف، عذر میخوام، سگ صاحبش رو پیدا نمیکنه، هیچ آجری هم روی آجر شکل نگرفته. و من در اینجا لازم میدونم از مفسرین و مبلغین سیاسی مشابه آقای نوریزاده، آقای تقیزاده، آقای نمیدونم میلانی، آقای ایکس، آقای وای و زد این سوال رو بکنم که این آقایون چرا میان مسائلی رو میگن که همه اطلاع دارن. آقای یک نفری رو در نمیدونم جنوب ایران برای خاچاق دارش زدن، دو نفر رو زندان کردن و این احمق العمقا، من اینطور اسم میبرم از این آقایون، نمیان درباره مسئله گردش 7 ساله بزرگترین مخ سیاسی انگلستان به نام تونی بلر با عنوان رئیس اون نمیدونم کوارتت، یعنی با نمایندگی از 4 کشور انگلستان و فرانسه و آلمان و امریکا گشت در آن منطقه، مشابه همین گشتنهایی که این سارکوزی و غیر ذلک میکنن، از بهترین امکانات و حقوقها و تفریحات ناسالم، چون این حرامیان اصلا تفریح سالم ندارن، و غیر ذلک استفاده کردن. و یک دفعه شما دیدید آقا، از اون عرض کنم غرب افریقا سودان شروع شد تخریب سیاسی و مملکتی اینها، تا جایی که دیدی چطور مثل یک دونه عرض کنم که این دامینو تمام اینها رو خوابوندن روی هم. و این غارت و این تخریب و این به اصطلاح ایجاد ترورهای کور رو باعث شدن در این مناطق، حالا 4.5 قرن هم از کشورهای مظلوم و محترم، نمیگم مظلوم، محترم و حدشناس و مؤمن به امور بین الملل، 4.5 قرن هم باقی دارن. این خبیث تونی بلر، آقای اون دکتر نوریزاده، آقای نمیدونم تقیزاده که مفسرین سیاسی هستین، جناب آقای مهری، قدری این مسائل رو تفسیر بگذارید بالاش. اجازه نداری که شما عددی نیستید کسی بخواد بهتون اجازه بده و نده، اطلاعش را ندارید، جرأت نمی کنید. جریان چیه؟ یکی از دوستان به من یک روز، آقای سربی، در همین ایامی که برنامه با شما دارم، به من یک تذکراتی دوستانه و عرض کنم که محبت ها می زید دادن در این صحبت ها، که خب به هر حال شما گاهی هم در صحبت ها و اینها از نقطه نظری که خب اینها لاتولوتن در مجموع، نگاه نکنین بگن اینها نمیدونم سیاست مدارن، شاهن نمیدونم و چه شاهن از این چرت و پرت، اینها در نهایت الواترین اشخاص دنیا، ولی خب یک ظاهری برای خودشون درست میکنن. بنده شعر حضرت سعدی رو خوندم که پنجه با ساعد سیمین نب عقل افکنده. عرض کنم که غایت جهل بود مشت زدن سندان را. سعدی از سرزنش خلق نترسد، هیهات، غرق در نیل چه اندیشه کند باران را. غرق در نیلی ما، در غرقابه جنگ های صلیبی، در غرقابه توهین های فراوان به تمام مقدساتمون، به تمام عرض کنم زوایای زیبای فرهنگی و اخلاقیمون، در هجوم اینها قرار گرفتیم که به همان غرق در نیل تعبیر می شویم، بعدی که بیاد از باران بترسونه. آقایان
شمایی که مفسر سیاسی هستید بیان کنید، اونها رو بگی. اینه که پیک کنید روی اینه که یک نفر نمیدونه اینه که اونجا کشته شدی، که اونجا دار زده شد، اونجا فقر هست، اونجا فلان هست، در همه جای دنیای این یک شاهکاری نیست که شما به عنوان تفسیر سیاسی میخواید برای خودتون ارزم به حضورتون که توضیح بدهید و برنامه اجرا کنید. در جلسه قبل جناب آقای سربی حضرت عالی سوالی فرمودید به معاونت و به اصلاح از جانب یک آقایی که گفته بودن که فلانی در این مورد صحبت کرده، شخصی هم به من زنگ زدن و در این رابطه سوال کردن که آقا شما درباره مصنوع بلا صانع صحبت کردین، همون گفته که شما فرمودید که پس صانع را که آفریده است، توضیحاتی به این آقا دادم، من جمله در آخرش خلاصه ای گفتم که اون خلاصه رو لازم میدونم به عرض دوستان عزیز برسونم. با اینی که ما برنامه عرض کنم که مذهبی و دینی نمیخوایم داشته باشیم، ولی چه کنیم کوفتا دین بکمن، تمام دنیا حرفشون الان درباره دین است، تمام اینها دارن میکوبن یک ادیان به خصوصی رو، حالا به چقدر از این رو من نمیدونم. به ایشون گفتم آقا توجه داشته باشید، امروز صهیونیسم یعنی حکومت عرض کنم مسلط بر اسرائیل، نه یهودیان. این سبک صهیونیسم این علنا دستور داده برای کشتار بچه ها و جوانای فلسطینی، خودشون میگن 367 تا جوانهای 18 و 20 ساله و 17 ساله برای اینی که چاقو دستش بوده یا سنگ پرونده کشتن، که 30 نفر مثلا اسرائیلی در سنین مختلف یا مجروح شدن یا کشتار شدن، به هر شکلی کشتارش قبیح و زننده و قابل تردید. لکن همین اخیرن دیروز در تو بی بی سی هم نوشته قائله همین بپا کرده، اینی که من عرض میکنم اینها دستور دارن برای کشتار اینها، به این دلیلی که دو تا نوجوان آقای سربی یک سربازی رو بهش حمله میکنن. گاهی یک بله چیزی بفرمین که من بدونم این دستگاه کارش درسته. من اگر صدا نیاد بهتون زنگ میزنم، ولی وقتی صدا میاد گوش میدم. عرض میکنم حضورتون در این بی بی سینا شد مطالعه کرده باشین، دو نفر جوان 17-18 ساله اینا به یک سرباز اسرائیلی تهاجمی میکنن، حالا با چاقوی با سنگ با چوب هرچه هست، و به ایشون هم یک جرحی وارد میکنن که خودشون میگن خیلی هم حالش خوبه، الان یارو اصلا شد، الان هم با دو دخترش داره راه میره، تیر رو در میارن مشابه همین کار همیشگیشون که دستور دارن برای خلاصی از دادگاه و زندان و این صحبت ها برای بچه های معصوم، یکی رو میکشن، یکی دیگه زخمی رو زمین میفته غرق در خونش. خود آمبولانس های صهیونیستی اومده بودن که این جوان باقی مانده زاربه به اصطلاح با چاقو رو اینو برش دارن ببرن بیمارستان. یک ازگل محمدی به نام مثلا یک دونه عرض خدمتتون که سرباز اسرائیلی خیلی راحت جلو دیگه همه میاد و تیرش و تفنگش حالا خورد شهر جلو در میاره، فرق میزنه توی مغز بابا و طرف میکشه. حالا وزیر دفاعشون گفتن ایشان را تنبیه خواهیم کرد. دوستان ببینید چه میکنه. ببخشید آقای افشارها، حتی اون قسمت اولیش که گفتن اون چاقو داشته و اینها، به همین دلیل الان این سربازه رو گرفتن که بعد فیلمایی نشون دادن که گفتن چاقو هم نداشته. نداشته آقای سربی، من واقعا غصه دارم از مجموعه عزیزانی که به قدمی قلمی گرمی زبانی میتونن اینا برنامه اجرا بکنن. آقا بگید اینا رو، این منش امیر و دار و دسته هاشون که به صورت مشتی مزدور دارن در این رادیوهای ایرانی باد به بیدق اونها میدن، آخر بیان کنن، تبیین کنن، عکس العمل طبیعی این مسائل این ترورهای پوری میشه که صد رحمت به جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، سرباز و افسر صورت زنش و بچهش رو میبوسید میگم میرم یا در راه مملکتم شهید میشم یا باز برمیگردیم به سر زندگی. الان آقا به مراتب بدتر از اون زمانه،
طرف زنبیلشو برمی داره بره دو دونه نون بگیره، لود میشه میره به هوا. به مراتب از جنگ های اول و دوم بدتر است. آیا واقعا روزولت و چرچیل و استالین اومدن سازمان مللی درست کردن، تشکیلاتی درست کردن، منظورشان همین بود که به این شکل در بیارن روزگار رو که هیچ کس آقای سرمی در هیچ نقطه دنیا امروز واقعا تحت دلش در درون خودش امنیت خاطر نداره؟ نه اونی که میره با هواپیما مسافرت کنه، نه اون کسی که اهل کلاب است با دوست دخترش میخواد بره رقص یک شبنشین راحتی داشته باشه، هیچ کس تأمین نداره. آخه چی جواب میدن این آقایونی که من تر میرم به عنوان نمیدونم سیاست گذار و سیاست مدار؟ اینا رو تبیین کنن، بیان کنن. اینقدر بر ندارن برای یک مملکتی روی لجاجتی که دارن ای عرض کنن که پیک کنن و بگن اینجور و اونجور از واقعیت ها خودشون رو دور بکنن. چرا 300 نفر 400 نفر فلسطینی؟ اینا آقا عکس العمل داره، عکس العملش همینی میشه که میبینیم. 60 نفر اینا دروغه که میگن 30 نفر 40 نفر تو بلژیک، میگن 200 نفر هم مجروح. تو این 200 نفر هم نیست، 150 نفر دیگه هم بیچاره ها کشته میشن. وظیفه خطیری به نظر من بر شانه نمیگیم حتی فرهیختگان، حتی افراد نرمال هست که این مسائل رو مطرح کنن که آقا باید همیشه تنبیه متناسب با جرم باشه. آخر یکی چاقو به دستش بود که اونو تیر نمیزنن تو مغزش بکشنش. من نمیفهمم واقعا کجا. بعدم تازه 4 نفر خبیث بلفطره دیگه هم باز میرن سینه سفر میکنن که میگه من رئیس جمهور امریکا، میگه میگه من وزیر خارجه امریکا، میگه آره تازه جواز رو بلنک چک میدن بهشون. هر کار شما بکنین ما پشتیبانی تان میکنیم. بفرمایید. این موج فرادیر داره میشه. این قول رو که اینا از شیشه در آوردن به هیچ کس رحم نخواهد کرد، چون کسی که از جان گذشته باشد، کسی که به اندازه یک اپسیلون امیدی به زندگی و آرزوش نداشته باشه، مطمئنن از یک دونه لشکر عرض کنم که زرهی تراز اول انگلستان و امریکا هم قوی تر میتواند در ناامنی عمل بکنند. من نمیفهمم چرا واقعا این اندازه احمق افتادنی پالیسی میکرها، اینهایی که میشینند و میگن ما سیاست میخوایم انجام بدیم و نمیدونم سیاست پیاده بکنیم در دنیا، سر چه میجنگن نمیدونم. بلا این هم درباره عرضم به خدمتتون که مسئله ای که موضوع روز بود و این مطالبی که رخ میداد درباره این کشت و کشتارهای کور و بیموردی که در حقیقت میتونه دل هر شخص عادی، خصوصا افراد حساس و معتقد رو به مبانی انسانیت، انسانیت واقعی، نه آن حقوق بشر حقوق نشده مسخره سازمان ملل رو بسوزونه. این در مجموع مطلبی بود که من لازم بود به عرض برسونم. درباره ای که آیه سرمی گفتن که شاید هم به حاشیه پرداختن، بر اون مسئله به دوست عزیزی که گفتن برای مطلب از کنم خدا و خدا پرستی، آره که بعد گفتم اینها ما رو کشوندن توی دین و اینها پرت شدم از مثلا، دوباره برگردیم در همین راه. من به دوستانی که ادعای بی خدایی دارند و یا معتقد هستند که نعوذم بالله صانعی عالم هستی نداره، این توضیح رو بدم به دوستان که اولا قربان در همه جای دنیا مرسوم است که میگویند البینه تو علی المدعی، یعنی کسی که ادعای رو میکنه باید دلیل بیاره. شما ادعا میکنید که خدایی نیست، پس دلیل بیارید برای نبودن. از من میپرسن آقا شما دلیلتون چیه برای که میگی خدا هست؟ میگیم آقا شما افراد ماشاءالله ماشاءالله بزنیم به تخته تحصیل کرده و روشن فکر و دموکرات و دموکراسی پرست این دیگه درست آقا یا نه؟ میگم بله. میگیم دموکراسی یعنی چی؟
حزبی باشد و انتخاباتی بکنند و بالاخره بروند در یک محفلی عرض کنم که به نام پارلمان. و خیلی خوب، 113 نفر عضو داری این پارلمان، 112 تقسیم بر 2 چقدر میشه قربان؟ میشود گویا 56 تا. آقای سوری درست میگن؟ بله بله. اگر 57 نفر گفتن آقا بین لزبیان، لزبیان بودن و همجنسگرایی و این حرفا مردود، و 56 نفر گفتن نخیر مقبول، کدام یکیش میشه آقای سوری بندر راهنمایی بفرمایید؟ قانونا 57 شده دیگه. بله. درسته یا نه؟ اکثریت. بله. این شد معنای دموکراسی. و همه هم ملزم می شوند در این که از این قاعده و قانون پیروی کنند. بنده خیلی ساده به این آقایانی که به اصطلاح مدعی عرض کنم که نبود الله هستند، میگم آقا جان ما اصلا دلیل نمیاریم، بنده چون دموکراتم، بقول شما چون عقیده اکثریت رو میپذیریم، اکثریت رو تا جایی که آمار از اول زمان تا حالا نشان داده به این واقعیت حکمت آمیز از دید ما و به این خرافه از دید شما مقر رو با اقرار هستن که میگن آقا بله خدایی هستش و هر کس حالا به زبان خودش، من تبعیت از اکثریت میکنم. این خودش دلیل در همون قالب چارچوبایی که شما میپذیرید، یعنی در روح دموکراسی. آقا اکثریت گفتن، منم میگم بله درسته. شما دارید میگید آقا نیست دلیل بیارید. چرا از بنده میخواید که من دلیل بیارم؟ و در واقع ایشان منطقا سر فرود آورد، گفت درست، گفت ما به مکتب خودتون ما رجوع میکنیم، مکتب دموکراسی پرستیتون، اکثریت میگه تو فامیل خودتونه بگیرین، این آماری هم که اینها میگن رو ولش کنین، در مجموعه خودتون نگاه کنید. آقا آفتاب، من دلیل آفتاب، هر کی میبینی اسمش علی، حسن، حسین، تقی، نقی، رضای، علی اصغر، علی اکبر، قیس، الاعضا، و این نشان میدهد که در یک خانواده معتقدی بوده است. حالا اگر امروز آمده و پسر آقای عاشق علی تهرانی که بنده جیگو بود که زندگی اینا، چون خود مرحوم شیخ علی تهرانی به نظرم فوت شد، آقای عاشق علی ایشون مستأجر منزل پدری ما بود، اگر اینها تا این اندازه واقعا ارزم به حضورتون که معتقد و معتمد بودن و از ارکان و استوانه های دین و مذهب به حساب میشون، حالا یک بچه آمده اینجا تازه هم با قول فرمایش شما خط درمیان میگه نعوذم بالله من اعتقادم داره که نداره، مگر یک مسئله مهمیه، اصلا این چه با قول فرمایش شما قابل بیانه؟ خب نداشته باشه. وقتی 90 نفر در یک فامیل اینها میگن هست، 3 نفر میگن نیست، آقا اگر پیرو دموکراسی هم هستیم سر فرود بیاری. آخر نتراشیده و نخراشیدگی در علوم علمی چه اندازه تا به چه حدی پاسخ نداره دیگه، بده چه بکنی. بعدم به ایشان گفتم که اگر هم از دیدگاه علمی که رشته بنده هستش بخوای صحبت بکنید، هر علمی را که شما نگاه بکنید، همانطور که مکررن گفتن فیزیک رو بگیرین، شیمی رو بگیرین، ریاضیات رو بگیرین، یک اصول و پاسولیت مقدماتی دارن این آقا. در منطق هم همینطور ما یک اصولی داریم، میگن آقا ضعف بودن کل بر جز یا کوچکتر بودن جز از کل یک اصله دیگه، وقتی این اصل پذیرفتن نمیان روش بحث کنن. وقتی ما گفتیم در هندسه اوگلیدسینگ یه نقطه واقع خارج خط راست، یه خط میتوان رست کرد وجود و فقط یکی میشود رست کرد، توحید. مسئله اصل اوگلیدوس وحدت وجود است، هم به وجود اعتقاد دارد هم به بهدانیت اون وجود اعتقاد دارد، یک اصل که بعد که میان هندسه اوگلیدوسی رو مسائل شرح کنن که بعد نمیگن سر اون اصل بحث کنن.
اگر از بنده دارید سوال میکنید، به عنوان یک اصل میپذیرن که ذات واجب الوجود بی بحث است. حالا اگر شما به علت تجاهل یا به علت خودنمایی یا به علت عرض کنم که علل دیگری که بنده نمیدانم که شاید اینها فیزیولوژیکی باشد، شاید عرض کنم که روح و روانی باشد، من نمیدونم هر چی هست، به اون دلائل میخواید بحث رو جدل تبدیل بکنید و بکشید، گوهد برید با کسان دیگر و همتیپان خودتان. اتفاقا این آقایی که به بنده زنگ زدن و اتفاقا از یکی از کشورهای اروپایی هم بودن، خیلی هم تشکر کردند و گفتن که بنده باید روی این اندیشه بکنم، برای که تا حالا جواب پیدا نکردم در مقابل این صحبت ها، و امیدوار هستم که یا جواب پیدا بکنم یا تغییر روش بدم. به حال اعتقاد به سانه میتواند یک آسودگی خیال و یک به اصطلاح عرض کنم که برازندگی اجتماعی به انسان بدهد هزاران برابر برتر از انکار واقعیات. عرضم به حضورتون که صحبت آقای سوربی اوسانلو رو عرض کردم، و عرض به حضورتون که درباره این آقایون مفسرین سیاسی هم که بنده تقاضام رو مطرح کردم، امیدوار هستم به نحوی این صدا به گوش اون حضرات برسه، قدری واقعا اگر تحقیقات و مطالعات علمی دارن مباحثی مطرح بکنن، تفسیرهای سیاسی بکنن که واقعا آموزنده باشه. چه میکرد 7 سال تونی بلر در آن منطقه؟ اینا رو در ما تفسیر بکنن. این سارکوزی حرامی چه غلطی کرد که 60 70 میلیون دلار از این مرد گرفت و بعد هم این تشکیلات رو درست کردن و اون کشور به اون زیبایی رو از بین بردن؟ چه نصیبشون شد که قبلا نمیشد؟ در روی این مسائل تفسیر بگذارن. چرا یک نفر چاقو به دست احتمالی رو که دست پرش خراشی میتونه وارد بکنه حکم دارن آنها از بیخوبان این رو ترورش کنن و از بین ببرن و لام تا کام جواب اینها در نمیاد، تفسیری نمیگذارن رو این حرفا، صحبتی نمی کنن؟ خب حالا یک دی جناب سوربی، اینها واقعا اصلا مشاعرشون مسئله داره. من از اون باقری هست عمدن اسم میبرم در تو اون تلویزیون فاسد و افسد ایران آریایی که معلوم الحال مشتی عجوزه بغدادی عرض کردن به اضافه 3-4 نفر آدم های معلوم الحال میشینن، اینا اصلا آقا نقص و خلل عقلی دارن، صحبتی میکنن خریده شدن، گفتاری میکنن و دیگران. به هر حال این آقای همایون هستش که اخیراً میبینیم هی باد در قبقب میندازه و برای این عرض کنم آقا رضا کوچولو ماشاءالله هی داعیه میدن تو هی با ما نفهمیدیم. آقای سوربی در اینجا شما یک کمکی به بنده بدین، این خاتون مکرمه، این خانم شهبانو، این فره، این چه کار است آخر؟ اینا رو من نمیفهمم هی مطرح میکنن، واقعا تا چه حدی میخوان سطح عرض کنم رسانه خودشون تنزل بدن؟ اینها پولی میگیرن جناب سوربی؟ اینها مسئله ای دارن؟ یک کمی شما باید به ما کمک بدین، شما در این گردونا هستین بیشتر شاید بدونید. والا اگه میدونستم که خوب بود، ولی از این که آخه چی همایون رو شما نگاه بکنی، درست با این سنش واقعا همون حرکاتی نمیکنه که گرد کنن که این شمپانزه واقعا از پرش هاش و حرکو داره کم کم دکترا میده به رضا شاه. نمیدونم توجه کردین یا نه. نه من حقیقت وقت ندارم نگاه کنم، ولی در رابطه با اینکه اینها پول میگیرن یا نه، یه ویدیوی مال آقای ضیا هست، اونو من براتون میذارم. خیلی از دوستان نوشتن که این آقای ضیا به نظر میرسه که پولی میگرفته، حالا که نمیگیره اینجوری حمله کرده، چون بالاخره ضیا هم بله به هر حال باید نگاه کرد برای که اینا زمینه هاشون بیاد دست انسان. فستمون القول و اعتبون الاحسن، ما باید نگاه کنیم ببینیم که آقا جون من اون آقای کی بودش اسمش الان از ذهنم رفت، کسی که رخت خواب رضا شاه رو مینداخت و همیشه هم بایش بود، حالا یادم شد، این میگفت که معلم گرفتن براش که خط یادش بدن به رضا شاه. حالا این بابا اومده فوش میده به کسانی که میگن رضا شاه عامی امی بوده، خط نمیدونسته. گمان میکنم کم کم
دکترا هم به ایشون بده تو حرفای خودش. بابا اینا آخر یک مرزی، یک حدی، یک نمیفهمم والله. شما هم کمک بدید دیگه، بگید اینا واقعا آخر چطوریه این جریان که این حرفا رو مطرح میکنن. آقا بی سواد بوده بابا، از عقبش هم که میبینی که چه جندی بالا آوردن و چه خیتی کاشتن، نسل بعد نسل مشخص میکنه که گوهرشون اصلا نابکار و ناچور بوده. حالا این نشسته بس میکنه و فوش میده به کسانی که میگن نمیدونم ایشون اطلاعات نداشت، نمیدونم سواد نداشت و لس الاخاصا. به هر حال من اعتقادم در این هستش که یک استدعای بنده، یعنی از شما های سربی در این هست که وجاهتی داره این به اصطلاح رسانه شما و از افراد در محدوده ای که به هر حال مطالعه دارن، فرگه دواده نمیدونم اون قاب و قابداری که دارن اونا رو بلش کنیم، در سطح مطالعاتی که دارن مسائل بایشون مطرح بشه و خیلی خیلی از این مسائل و مطالب مطروحه در جلسه روز چهارشنبه با این آقای اوسانلو همونطور که عرض کردم کمتر نقشون آجانا رو بازی کنیم. برای ها یک 10-15 سالی باید در این عرستان جناب آقای اوسانلو بچرد قدری، بالا پایین بشود تا بعد یا به قول فرمایش شما سر از اون سازمانهایی که دلشون میخواد در بیاره یا سر از همون کار و کاسبی که شما الان اشاره فرمودید که یک بیزنسی بزنن، کاری بکنن در این صحبت ها. امیدوار هستیم که این عرض هم در کله اش باشد که به دنبال قدری مطالعه، نمیگم قاب و قابگیری، وقتی هم بگذارد عوض این بازی هایی که برای خودش درست کرده اندکی مطالعه بکنن در به اصطلاح زاویه خانه، در خلوت کتابخانه ها مطالعاتی بکنن که بتونن 20 سال دیگه 30 سال دیگه به هر حال خیلی ثمر بخشتر از آنی باشن که الان هستند و سر خودشون دارن گرم میکنن. آقای سربی به هر حال من اندکی هم دور از جونتون باشه سرماخوردگی و این حرفا داشتن و حیفم آمد که واقعا خودم رو محروم بکنم از گفتار با دوستان عزیزمون. از حضورتون استدعا میکنم که حضرت عالی هم حالا کمکی بدی به بنده و دو تا سوالی، سه تا مطلبی اگر دستگیرتون شده، اگر کسی سوال کرده، اگر مطلبی گفته بفرمین تا بنده هم در اقامه جواب بر بیام و اگر نه من از فرمایشات شما یا دوستانی که نظری دادن استفاده بکنم. من از شما ممنونم. فقط در رابطه با این که گفتید این جوانهایی که هیچ چیزی ندارن و اینجوری در رابطه با همین ترور و اینها صحبت میکردید، حتی خود آقای اوباما اون دفعه اینجا به اصطلاح تحت بازجویی که نه، سرزنشش میکردن که چرا یک کاری نمیکنی، ایشون با یک لهجهی میپرسید که با یه حالتی میپرسید خب من چه کار کنم، کسی رو که هیچ چیزی نداره که ازش بترسه یا براش نگران باشه. منظورش به همین جوانها بود. خود من توی واشنگتن گاهی وقتی که با این دوستان صحبت میکنم به عنوان یه نفر که از میدل ایست آمده، اینا میپرسن چه کار کنیم، میگم بابا این جوونه اگر یک ویدیو گیم داشته باشه میگه باید برم خونه با ویدیو گیم بازی کنم، دوستم منتظرمه. اینا هیچی ندارن، یه سنگ و کلوخ دارن تو خیابون، اون برن با اسلحه وایساده روبرو. شما وقتی صحبت کردید من اون ویدیوی سربازه رو نشون دادم که از اون ور همه دو سه نفر جلوتر از این هستن، اون شلیک میکنه به کسی که رو زمین افتاده و الان هم اون سربازه رو گرفتن. در هر صورت اینها اگر واقعا میخوان یه فکری بکنن که نمیخوان، چون منافعشون در اینه که اونجاها شلوغ باشه، شلوغ باشه، همین فروش اسلحه، همین که کشورها رو اینجوری بریزن به هم. شما نگاه کنید الان تمام این کشورهای عربی هی ما میگیم که اینها درآمد دارن، یکی از خودش سوال کنه درآمدها رو کجا خرج میکنن؟ آیا درآمدها رو تو کشور خودشون که خرج نمیکنن؟ درآمدها رو همه رو میارن تو کشورهای اروپایی، آمریکایی، یا خرج میکنن، سرمایه گذاری میکنن، یا میسپارن دست اینها. اینها هم به کرات نشون دادن چه از جنگای جهانی دوم که طلاها و اینایی که هیتلر گذاشته بود خوردن و کشیدن بالا، چه در قسمت‌های دیگه، نمونه خودش مال ما آقای شاه و خانواده‌اش، پولایی که گذاشتن
چجوری به اصطلاح اینها ماسمالی کردن، ماجرای این عربستان، ماجرای همون لیبی، هر کدوم از اینا همچین که از مردمشون جدا میشن مجبورن به اینا پناه بیارن، همچین که به بانک کشور خودشون اعتماد ندارن مجبورن به بانکای اینا اعتماد کنن. چه چیزی از این بهتر؟ نفت و ارزون میخرن، همون پول نفت و ارزون هم یه مقدارش اسلحه کهنه های خودشونو بهشون میدن، باقیش هم میارن میذارن اینجا تا کی؟ آقای شعبی، من در اینجا این سوال منطقی و فلسفی رو میکنم که اگر فرض بفرمایید شما که این دنیا رو کلشو به همون دو تا سه تا کشوری که میگن همشو بدن، میگن آقا هر چی پول هست مال شما، تصور میفرمایید این قائله ها خاتمه پیدا میکنن؟ من اینها رو ناشی از تبخش و حماقت میبینم، نه برای سودجویی، چون اینها سود رو توان و کرهن به قول عرب خواهی و نخواهی به دست میارن، ملازمه نداره با اینی که جنگ و جدال را بندازن، برای که این کشتارا که جنگ و جدال نداره که بخواد اصله پروش اصله بپروشه، که اینها تبخش، آقا تبخش مدرنه، اینها واقعا مغز و کله اینها رو این عرض کنم که فساد و تباهی و این عرض کنم که شرب خمر رو نمیدونم اسمش چی بذاریم، اصلا کله هاشون تویی شده، اگر نه این سودی نداره براشون، تمام دنیا مال اونا، مال انگلیس و امریکا و فرانسه، خب چه غلطی میخوان بکنن؟ شما تصور میکنین پایان میگیره این مسائل؟ خیر، این کشتار اصلا و این قتل و غارت و این به هم ریختگی نوعی حالت تبخش روانی اینها شده، خودشون تو جور خودشون افتادن، من نفع مادی نمیبینم در اینا، چون خانقا همه منافع هست، تمام پولای عربستان همش مال امریکا و انگلیس این برون بره، دیگه لازم به جنگ و نمیدونم جدال و اسلحه خری نداره که بگیم از مثلا اگر عربستان نخره پولش چکار میکنه، بازم تو دست ایناست. بشر به نظر بنده به یک خانه تکانی مغزی نیاز داره، به یک به اصطلاح ایجاد هدف عاقلانه انسانی برای خودش نیاز داره. واقعا انسان داره پی میبره بر اینی که میگن نمیدونم عیسی گفت جزز میاد، عرض کنم اسلام میگوید، امام زمان میاد، اینا واقعا داره انسان پی میبره که باید یک همچین حرکاتی شکل بگیره، اگر نه چه سودی بابا؟ شما میزنین میکشین همه جا رو ناامن میکنین که برای به دست اومدن پول، پول که تو دستتونه، که به نظر شما غیری نه جناب آقای سربی؟ والا من صحبت های خودشونه که دنبال میکنم یا گفتگوهای همه اینا خودشون جاهلن برادر تو، همه اندیشه ما برای خود و سخانه ریشه، اینا عقل ندارن، اینا در یک مهاجه و در یک محاوره منطقی فلسفی بعد 10 دقیقه باید سفرشون رو بندازن، خودشون نمیفهمن. شما تک تک این اعضای پارلمان ها و سنای همین امریکا رو نگاه بکنید، غرق در همین عیش و عشرت و دختربازی و بیابرو و چرت و پرتاشون هستن، تمام اینا چیز اندیشه ندارن، اصلا اندیشه راهنما ندارن برای خودشون، اگر نه نباید دنیا رو اینقدر ناامن بکنن، حتی برای خودشون. بیچاره امریکایی بلند شده رفته 20 روز نمیدونن تفریح بکنه، گردش بکنه توی بلژیک، بازن بچهش بود دود بشه بره هوا، نمیدونم والله، ما کم آوردیم، واقعا کم آوردیم. باز هم آفرین بر فلسفه شرق، آفرین بر همون فلسفه‌ای که مردم رو دعوت میکنه به اندیشه، تفکر، مهربانی، و چون خیلی اوضاع واقعا قصدار میشه، انسان که پیر و جوان و بچه و همه جور رو بایست انسان ببینه هلاک شدن، یک دیگم اینجا به فکر سر و پوز و نمیدونم جست گرفتن، و به قول رفیقم میگفت امریکا نگو بابا 300 میلیون جمعیت داره، 300 میلیون آرتیست داره، قبل از این که بخوان حرف بدارن تو فکر اینه که قاشونه چجور بگذارن که عکسشون قشنگ بیفته، پشتش چطور باشه، موی سرش چگونه باشه، آنقدر درباره انسانیت و بشریت و ارتباطات اجتماعی فکر میکنن، اینا قول رو از توی شیشه در آوردن، حریف نمیشن خودشون، نمیدونم والله. هر حال من از آقای مفسرین سیاسی که داعیه و ادعای به هر حال تحویلات سیاسی دارن خواهش میکنم درباره
مسائل آن طرف در پرده هم صحبت بکنم، همش من میکنم به این که آدم کجا یک نمیدونن دوتا زندانی رو اعدام کردن، چهار تا نمیدونن قاچاق فروش رو اعدام کردن، نمیدونم والله سلام علی من اتبع الهدا نمیدونم چی بگم دیگه، بس سلام. جناب آقای سربی خیلی خیلی خوشحال شدم، اگر فرمایشی داریم بفرم مستفید بشیم، اگر نه خداحافظی کنیم قربان. من عرضی ندارم، از شما خداحافظی میکنم و بهترین. من آقای سربی یک مثلا عرض کنم، من فکر میکنم شما یک به اصطلاح همونطور که فرمودین ایمیل این وبسایت اسکایپ دیگری از من رو میگیرید، چون روی دستگاه دیگر من میبینم اصلا حالت قبلی نیست. حالا اینو بعد حضرت عالی گرفتارید و سر مقال قدیمی ها فروزداری نمی کنه، یک زنگی به من بزنید، من قدری از این سوال چیز دارم بقید. بتونم سماعن با شما حلش کنم، چون ولی این یکی که استفاده کردیم امروز تصویر و صدا خیلی عالی بود. من حالا ویدیو رو براتون تا چند دقیقه دیگه میفرستم و اونی که شما میگی درسته، من دو تا یا سه تا اسم دارم برای که اشتباه نکنم، این آخری رو نوشته بودم دکتر کاظم افشاری اوکی، حالا با این تماس گرفتم، ولی با هم من افشارها هستم افشارها، بله ببخشید، چون من دیروز با آقای کیوان افشاری صحبت میکردم، اونم یه جوان فرهیخته‌ای هست که ویدیوهای ازش داریم پخش میکنیم. در صورت باشه با هم چیز میکنیم، یا اینکه قرار میذاریم شما با اسکایپ با من تماس بگیرید، چون من اونجا یه اسم دارم. آفرین، اون بهترین کار. بله بله، ممنونم از شما. خوشحال شدم، فقط عرضم به حضورتون که این حرمت زحمت کشیده ای که برای عرض کنم رسانتون ایجاد شده، توجه بفرمایید که همه باید رعایتشو داشته باشن، خصوصا شخص حضرت عالی خودتون. من ممنونم از شما، به امید روزهای بهتر و امیدوارم سال بهتری داشته باشیم. خیلی ممنون، گرسم قربان شما، روزتون بخیر، به امید دیده، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با دکتر کاظم افشارها بودیم در حین برنامه. ایمیل آدرس ایشون رو دیدید، خیلی ساده info@kaveacademy.com. شماره تلفنشون هم هست 905 737 51 58، و من تا اونجایی که شاهد بودم و هستم هر ایمیل و پیامی رو ایشون پاسخ دادن، نظرات رو شنیدن و از این بابت ممنون و متشکرم. ضمناً آقای ارشاد در سفر هستن ولی ویدیوی همون هفته قبل رو باز خواستن که پخش کنیم، ساعت 4 آقای ارشاد، حسن ارشاد از ایران این برنامه ها رو داره و شما هم میتونید در برنامه هاشون شرکت کنید. آقای ارشاد هم روی فیسبوک، هم روی یوتیوب، هم شماره تلفنش رو در برنامه ها میذاره و من هم ازتون خواهش میکنم که تا اونجایی که براتون امکان داره کمتر با من تماس بگیرید و بیشتر با خود این دوستان تا ارتباط مستقیم برقرار بشه. ساعت 3:57 است به وقت نیویورک، واشنگتن، و 12:57 به وقت کالیفرنیا. فردا شب هم قرار هست که بریم این برنامه آقای مهدی زاده رو ببینیم. اجازه بدید یک بار دیگه من این رو بهتون نشون بدم. اینجا عکسی گذاشتیم از این برنامه با نام 26، حالا اگه بتونیم، چون 26 فردا، امروز 25 بود، مهدی زاده بر اینجاست، این هم این عکس، و فردا شب نوشتن از ساعت 6 تا 11 برنامه متفاوتی دارن، شما هم حتما تشریف بیارید. در استرلینگ هست، آدرس رو اگه وقت میخواین یا سوال دیگه ای دارید میتونید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. شماره تلفنشون هست 202، بذارید با این پایین نشونتون بدم، عذر میخوام، 400 و... بله 202 680 0456. خب از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر. لطف کنید روی یوتیوب، فیسبوک، با ایمیل ویدیوهای ما رو با دوستانتون هم به اصطلاح شیر کنید یا به اونها هم ارسال کنید و برنامه ها رو پی میگیریم. اگر شما هم مایل باشید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، خیلی ساده یک تماس تلفنی یا یک ایمیل یا یک پیام فیسبوک، و همیشه گفتم
شما یه تماس میگیرید، باقی کارا از تلویزیون مردم و من. روز روزگار بر شما خوش.